بینندگان عزیز با سلام به شما، برنامه امروز دوشنبه 20 آذر ماه 1396 را شروع می‌کنیم و برابر است با 11 دسامبر 2017 با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظار شما باشه. ما معمولاً برنامه‌ها رو از روزی که آخرین برنامه رو اجرا می‌کنیم یک قلم و کاغذ و دفتری بر می‌داریم و هر چیزی رو که می‌خوایم دربارش در برنامه آینده صحبت کنیم می‌نویسیم. انقدر جریانات این روزا به شدت و سرعت و به قول معروف اون وقتا می‌گفتن به سرعت باد و برق پیش میره که وقتی یه چیزی رو می‌نویسید 2 دقیقه دیگه این موضوع کهنه شده و از بین رفته. متاسفانه دیشب خبر پیدا شدن جسد یک آقا پسر ایرانی نوید سپهری رو توی کانالای تلویزیون اینجا داشتن اعلام میکردن که گویا این بنده خدا از شنبه شب ناپدید شده بوده و دیروز پیداش میکنن یه جایی که اینجا وقت میگن ووده دریا، یعنی یه جایی مثل جنگل و توی درخت ها و اینها، و به اون صورت که پیداش میکنن معلومه که کشتنش. حالا پلیس داره تحقیق میکنه تا بعد به ما گزارشات بیشتری بدن. اگر کسی در این مورد میدونه از این آقای نوید نیکولاس سپهری به اصطلاح بیشتر خبر داره با ما تماس بگیره و به دیگران هم اطلاع بده. باز هم برای پدر و مادر و خانواده این جوان ایرانی باید واقعا آرزوی صبر کنیم، چون اونا که میرن حالا به هر صورتی به هر به اصطلاح شکلی از بین رفتن میرن، ولی اون خانواده‌ای که میمونه هر روز که چه عرض کنم هر ساعت و هر لحظه این غم رو باید با خودشون داشته باشن و تحمل کنن و هیچ چیزی نمیتونه اینها رو به اصطلاح تسکین بده جز لطف و محبت دوستان و فامیل. اگه اینها رو این خانواده رو میشناسید یا ایرانیانی هستن که به اصطلاح برنامه میتونن تشکیل بدن جایی جمع بشن تا ایرانیان باشون همدردی کنن به ما هم خبر بدین، ما این رو به عنوان پابلیک سرویس اناونسمنت در اختیار دوستان قرار خواهیم داد. تسلیت میگم به خانواده ایشون. و اما قبل از اینکه برنامه به اصطلاح برسیم به اون موضوعات اصلی، اجازه بدید من از 2 نفر عذرخواهی کنم. یکی از این آقای ناصر پولی ممقانی که خیلی بهش برخورده بود که من اون روز پیام ایشون رو پخش کردم و از شماها پرسیدم که آیا تشخیص میدید این چه کسی هست، با وجودی که اسمش رو هم گفته. خب خدایش یه جورایی هم حق داره، ما هم بعضی وقتا مارمولک بازی در میاریم. باید من پیام ایشون رو پخش میکردم و میگفتم من متوجه نشدم اسم شما چیست و تشکر کنم همین که اقلا اسم گذاشته، شماره تلفن گذاشته و اینها. چون یه دوستی شنبه زنگ زده بود، پیغام گذاشته بود و این شماره تلفن برای من خیلی آشنا بود. آدمم خجالت میکشه که زنگ بزنه بگه خب من پیام شما رو گرفتم، حالا شما کی هستی؟ دوستان این روزا مثلا من دو تا تلفن دارم، یه تلفن AT&T هست با آیفون، یه تلفن AT&T دارم با اون یکی دیگه چیه؟ اندروید. یکیش سیستم ویندوه، یکیش سیستم اینه، یکیش اسپیکرش وقتی صحبت میکنه طرف، من اگه تو مترو باشم تو ماشین باشم اینا اینجوری هم بیارم در گوشم باز متوجه نمیشم، یکی دیگهش خیلی صداش خوبه متوجه میشم. چقدر برای من و شما مشکله که همون اولی که سلام و احوال پرسی میکنیم به طرف بگیم ما کی هستیم، بعدم بگیم هدفمون از این تلفن چیه. البته پیام ایشون رو هم پخش میکنم
که آقای ناصر پولی ممقانی خودش رو چند لحظه جای من بذاره که من 14-15 هزار نفر از طریق فیسبوک، این روزا فیسبوک یک دقیقه نشستی دی اونور اسکایپ 400-500، اونور ایمیل 4-5 هزار تا، اونور تلویزیون مردم نمیدونم چند هزار تا، هر کی زنگ میزنه این مغز ما دیگه واقعا منفجر میشه. ولی با همه اینها عذر من رو موجه نمیکنه که به اصطلاح گفته باشم این آقای ناصر یادم نیست ناصر سامتینگ روانی یه چیز اینجوری بود، ممقانی رو من اینجوری شنیدم. در صورت بهش گفتم اگر مهمان مایی تازه دل باش دوست عزیز، ما میگیم میخندیم با خیلی دنیا رو سخت نگیر. گفت سخت گیرد روزگار بر مردمان سختگیر. درباره مردمان سختگیر بعد از این که من اینو به شما نشون دادم و از دوستم پتیک عذرخواهی کردم که خواسته بود از من بهش بگم این چیه، یادم رفته بود. امروز ساعت 5 صبح از خواب بیدار شدم گفتم من تو فکر چی بودم، این توتال یا توتاله چیه. بعد این بود، این زیر ماوس بهتون گفتم من چندین سال بود که از بس دستمو اینجوری میگیرم، حالا یا با ویدیو داریم کار میکنیم یا با کامپیوتر، این دستمون برخلاف اون چیزی که تو بدن باید باشه باز میشه اینجا درد میگیره، بعدم بهش میگن تنیس البو. ما به شوخی به دکتره گفتیم بابا ما که تنیس بازی نمیکنیم، گفت خب تنیس بازی نمیکنی دردشو گرفتی، مثل این بیچارهایی هست که پولدار نیستن ولی نقرس میگیرن، پول ندارن گوشت بخورن ولی مرضشو دارن. خلاصه تا اینکه یکی از بینندگان گفت که آقای سوربی این ماوس تو و این پدشو از دست راست حالا یا از دست چپ هر جا وردار بیار بذار جلو خودت بین شکمت و کیبورد و این چی بهش میگیم کیبورد، همون دیگه به ایرانی هم میگن کیبورد. با هم این کار کردیم و خوب شد. یه روزی نمیدونم چی بوده من دوربین رو نشون دادم، این چشمان تیزبین پتیک این توتال رو دیده بود یا توتاله، این اصلش هم می‌نویسن توتال، ببینی همه رو بزرگ می‌نویسن ای رو کوچیک می‌نویسن لوور کیس. بعد دیشنیدم بعضیا میگن توتال بعضیا میگن توتاله، و این مال روستا استون. روستا استون اولا اسم یه سنگیه، یه سنگ آبی رنگه اینجا شکل کشیده، ولی این اسم رو یه نفر انتخاب کرده گذاشته روی برنامه‌ای هست که به شما یاد میده چجوری زبان آلمانی یاد بگیرید، زبان فارسی یاد بگیرید. من برای خیلی از دوستان آمریکایی این رو به صورت کادو خریدم بهشون دادم که زبان فارسی یاد بگیرن. شما متوجه باشید اگه یه جایی دو نفر آمریکایی دارن حرف میزنن یه دفعه به دوستون نگید این پدر سوخته چی میاره میگه، اونم از اونجا میگه سلام من پدر سوخته نیستم، شما پدر سوخته هستید یا شما پدر سوخته تشریف دارید. بمانه این مال این بود. پس عذرخواهیمونو با آقای پتیک انجام دادیم، عذرخواهیمونو با آقای ناصر پولی ممقانی هم انجام دادیم، امیدواریم اینها بپذیرن و ببخشن. این عذرخواهی کردن اول برنامه مثل بدهی دادنه، یعنی فکرشو بکنین من به یه فروشگاهی بدهکارم، اگه امروز برم چی بخرم بعدم رو خودم نیارم پول بدم، طرف میگه آقا این مثل که یادش رفته بدهی من رو. ولی اگه وقتی میرم سلام کنم، این مش حسن خیلی بد اخلاقه، بگم مش حسن نمیدونه حالا با اون نونوایی جدیدش و شرکا و اینها اخلاقش بهتر شده، چون بالاخره پا به سن که میذاریم هی مسنتر میشیم، باید رو خودمون رو افکارمون رو طرز برخوردمون کار کنیم، امیدوارم بهتر بشه. و وقتی میرم بگم مش حسن سلام، من به شما 60 دلار بدهکارم، این 50 دلار رو بگیر تو دفترت هم بنویس سوربی 10 دلار بدهکاره، بعدم برم نون و سبزی و ماست و نمیدونم کالباس و اینها جمع کنم بیام، بعد بگم اینم 30 دلار بنویس، یعنی این دفتر رو همینجوری باز نگه داریم. اون بود میگفت به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است، ما بگیم مش حسن به پایان آمد این دفتر ولی قرض و بدهکاری ما همچنان باقی است. و یادتون باشه انسان‌های شریف، مردای بزرگ، زنای بزرگ هستن که اگر یه اشتباهی میکنن وقتی طرف بهشون میگه، میگه بله شما درست میگی اشتباه کردم عذر میخوام، تموم میشه میره. خب و اما
سه بعد از ظهر امروز با دوستمون هستیم از خلیج فارس، ایشون لطف کردن یکی اومد زنگ بزنه در بزنه چیکار کنه پستچی. سه بعد از ظهر با ایشون هستیم، 32 برنامه عقل بشر رو که اتفاقا در رابطه با صحبت‌هایی که آقای احمدعلی مسعود انصاری هفته پیش دوشنبه انجام دادن، ایشون هم این کار رو کرده. برنامه آقای انصاری رو به صورت زنده پخش کردیم، هر روز از تلویزیون مردم 2-3 در روز پخش کردیم. اگر کسی مایل هست که این برنامه که اسمش بود فره و یارانشون، نقش فره و یاران فره در انقلاب، باز هم پخش بشه، گفتم همیشه مثلا این 1 برنامه بوده، اولا شد 1 ساعت و 12 دقیقه، شد مثل 72 دقیقه به نام 72 تن. بعد $20 معمولا ما میگیریم، اینو بازپخش میکنیم، ریران میکنیم. ولی با دوستان میگیم آقا اگه شما 5 پول بدی، 5 تا 20 تا $100، ما هم 2 مجانی میدیم. و اینجا رسمه، اینجا شما میری یه نوشابه بخری بهت میگه $1، ولی 6 گذاشته بهت میده $3. یعنی بالک که بخری یا دست جمعی چاکی چی میگن، بیشتر که بخری ارزون تره. تو ایران نمیدونم اینجوری بود یا نه، در هر صورت ببین غلام ترشیزی به من میگه چرا برنامه تو میذاری وسط روز که ما سر کاری. یه دوستی یه ایمیلی فرستاد، اون بالا نوشته بود که شما که الان این ایمیلو میخونی، میدونی که مثلا از 300 میلیون آمریکایی الان 200 میلیونش مثلا میگم 150 میلیونشون خوابن، نمیدونم 50 میلیونشون بیکارن، اینقدر فلان، بعد اینقدر میلیونش داره سر کار ایمیلای خصوصیش میخونه فلان. آخرش میاد میگه شما هم که داری ایمیل میخونی، خب کی کار میکنه؟ بلندشین برید سر کارتون. کارا اینقدر پیشرفت کرده و سریع شده که ثابت کردن هر کسی در روز 45 دقیقه اگر کار کنه برابر 8 ساعت قدیما که مثلا تو کارخونه طرف وای میساده کار میکرده کار کرده، با وجودی که ممکنه نیروی بدنی آنچنانی استفاده نکرده باشه، ولی همون مغزش. بعد فست شدن یا سریع شدن ما این که یاد گرفتیم کارها رو به سرعت انجام بدیم. باور کنید من هر وقت میرم توی این فست فود، حتی توی رستوران ها که مثلا این بیچاره پسر و دخترای خودمون هم هستن، همه اینا که کار میکنن پسر و دخترای خودمون بودن و هستن، دانشجوهای حالا هستن، جوونا هستن، ولی میبینی گوشی تو گوشش داره به اون یکی سلام علیک میکنه، ویلکام تو مکدونالد، نمیدونم چی میخوای ارده بدم، برای این یکی داره بسته بندی میکنه بهش میده، به اون یکی میگه که چی میخوای، میگه این لیوانم خالی دوباره بهم کافی بده. و حالا جالب اینه که میخوان تازه ربات یا آدم آهنی ها رو بیارن جای اینا رو بگیره، چون اونا باور دارن که ربات و اینها میتونه هر 10 برابر 15 برابر اینها، هم از لحاظ سرعت هم از لحاظ کمی اشتباه کار کنه. و گفت تا سال 2030 فکر کنم گفت 350 میلیون، درست متوجه نشدم، داشتم تو رادیو تو ماشین گوش میدادم، 350 میلیون بهشونم میگن اتوماسیون، یعنی وسائلی که اتوماتیک میشه. بیشترینش هم میره سراغ اینایی که کارهای ساختمونی میکنن، نمیدونم این چیزا، و اون کارهای آشپزی و فلان اینا هنوز مردم دوست دارن که طرف آشپزی کنه، با وجود که میگه آخ مردشور قیافش رو بر نگاه کن چقدر کثیف فلانه، ولی بعدم میگه عجب خوشمزه است، یه مقدار خوشمزگیش مال کثیفیش. در هر صورت این هم از این ماجرا. و بریم سراغ کاسکوزه، بریم سراغ معاینه پزشکی جسمی و روانی ترامپ. یه جایی دیدم آقای ترشیزی نوشته بود honorable، یا این به نوت گینگریچ که سخنگوی مدتی سخنگوی مجلس بود و به اصطلاح نفر سوم این مملکت بود، یعنی اگر اون زمان رئیس جمهور و معاونش با هواپیما یا یه جایی بودن بمبی مفجر میشد اینا از بین میرفتن، اون به اصطلاح دولت موقت، دولت گذار، اون آقا میشد. یه دفعه گندش بالا اومد، فهمیدن که چه موجود پلیدیه. همون موقعی که داشت پرونده کلینتون رو به خاطر زنبازیش و هرزگی و اینها میبرد دادگاه،
نگو که خود این آقا رفته بوده به همسرش گفته بوده که اگه میخوای با هم اینجوری باشیم هر کی کار خودشو بکنه و الا من میخوام برم با اون خانمه. اون خانمه هم مثل که منشیش بود، حالا هم شده زنش و فلان اینا. اون وقت آقای توشیزی تنها به این دلیل که این آقا در مقابل پولی که دریافت میکنه میره سر تنظیم به مریم رجوی خم میکنه، مینس آنربول. آنربول معمولا به جاج میگن، به کسایی میگن، یعنی کلمه آنر کلمه معنی مقدس نمیده، محترم. آخه عزیز من کجای این آنربوله؟ در هر صورت اب نداره، آزادی همینه دیگه. میگن آزادی بعضی وقتا به ضرر تموم میشه، اینم اون ضررش. امیدواریم ایشون آنربل باشه، امیدواریم ایشون به قول و وعده و وعیدهایی که به خانم رجوی داده عمل کنه. مسعود رجوی که فعلا غایبه، حالا ببینیم چه خواهد شد. اینم از این ماجرا. و اما ما سعی میکنیم توی برنامه گاهی وقتی نگاهی به دیگران داشته باشیم. اونایی که متوجه نیستن هی به من میگن آقا شما همش از این و اون ایراد میگیری. میگم خب کار رادیو تلویزیون اینه، کار نگاه کنید خبر و اینا اینه که مثلا میگه امروز رفتیم فلان جا، مردم تو صف وایساده بودن، بیرون سرد بود و اینا باید نیروهاشون زیاد کنن، خدمت به مردم کنن. نمیره یه جایی که مردم دارن میرن زود کارشون انجام میشه گزارش تهیه کنه بگه به 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 اینجا چقدر خوب بود، مردم تا میرفتن کارشون انجام میشد. اون وظیفش کار رو انجام بده. اونی که مردم رو نگه میداره تو خیابون تو صف، این وظیفه یکی مثل من مثل شما هست که بیاد بره بگه. حالا اونایی که جنبش دارن، اونایی که حزب دارن، اونایی که فعالیت سیاسی اجتماعی اقتصادی دارن برای این که به یه هدفی برسن، اونا برنامهشون با من فرق میکنه. اونا به جای این که بیان مثلا فلان خانم از افرادی که رفتن برای اسرائیل فلسطین تظاهرات میکنن ایراد بگیره که چرا شما نمیان طرفداری آقا رضا پهلوی و طرفداری شاه الله، یا اون بیاد خودش رو تشویق، یعنی خودش رو چی میگن پروموت کنه. پروموت کردن به فارسی چی میشه؟ بیشتر به مردم ارائه بده، نشون بده، بگه ما اینیم، ما آنیم. الان یکی از مشکلاتی که این یقه جنبشای ایرانی رو گرفته اینه که طرف از روز اولی که میاد یه جنبشی باز میکنه یه مرامنامه هم نوشتن ولی اونو میذارن تو تاخچه، دنبال این نمیرن که ریکروت کنن، یعنی افراد رو جلب خودشون کنن، جذب خودشون کنن، دنبال این نمیرن که این مرامنامه و اساسنامه رو در جلسات مختلف بیان با مردم به بحث و گفتگو بذارن و باهاشون به اصطلاح کلکل نه، باهاشون گفت و شنود داشته باشن. میاد اولین کاری که میخواد بکنه میخواد دیگران رو افشا کنه. من هر از گاهی میرم توی لیستی که افراد رو انداختم بیرون، مثل معلمی که میگه حالا این دیگه سردش شده بیاد داخل، یا تنبیه شده بیاد داخل، ولی خبر نداره که این پسره که رفته بیرون خوش بهش گذشته، رفته والیبال بازی کرده، رفته فوتبال بازی کرده، احتمالا یه پولی هم برنده شده. چون اینایی که بد اخلاق بودن از کلاس میکردینشون بیرون معمولا ورزشکارای خوبی بودن. چرا من و شما هفته 1 ساعت ورزش میکردیم، اینا هفته 5 ساعت به اضافه اون 1 ساعت ورزش میکردن، قمارباز خوبی بودن، فوتبالیست خوبی بودن. بمانه من میام اینایی رو که بلاک کردم انداختم بیرون سر یه موضوعی برمیگردونم داخل، میگم شاید به شوخی هم براشون میگم شاید حالا آدم شده باشی، بیا بینیم مثل دوتا آدم صحبت کنیم. یکیش اون روز اومده میگه حالا فهمیدی اشتباه کردی، من را دوباره آوردی. گفتم اولا من اشتباه نکردم، حالا برفرض اشتباه کردم آوردم تو، حالا دیگه بوری بشین احمق صدا نداره که اومدی تو به قول شیرازی ها کپتو ببند یا کپتو بذار برو بشین. این کپتو بذار اینجا به اینا دربند و اینا میگن کپ، به سر قوطی و مثلا این چیزا. بله این دوستون میگه باز نمیشه. والا من نمیدونم چی باز نمیشه. منظورت برنامه است؟ این برنامه ما الان میارم اینجا بهت نشون میدم عزیزم. شما اگر با یه تلفن دستی داری نگاه میکنی احتمالاً اینترنتش مال مکدونالده، مال یه جای دیگه است، اون مسئولش من نیستم. اجازه بده من اینو بیارم اینجا قایم کنم، اینم یواشکی بیارم اینجا، اینم یواشکی بیارم اینجا، ببینیم چی میشه. ببینید دوستان این صفحه من، شما رو این که میزنید اینترنتش مال مکدونالده.
مکدونالد مال یه جای دیگه است، اون مسئولش من نیستم، اجازه بده من اینو بیارم اینجا قایم کنم، اینم یواشکی بیارم اینجا، اینم یواشکی بیارم. صداشو ببندم. شما کجای دنیا دیدید تا یه نفر، والا اون وقتا یادمه تلویزیونا تا تصویرش میدوید یا قطع میشد یا یه طوری میشد، طرف اول یه توسری به تلویزیون خودش میزد. میدونید دلیلش چی بود؟ این تلویزیون ها حالا چه قبلا که لامپی بود، 8 یا 12 تا لامپ داشت، چه بعدن که ترانزیستوری شد این پایه ها و اینا، بعضی وقتا به خاطر گرمای زیاد این لحیمشون توی اون مادربورد یا توی اون شاسی قطع میشد، گرم میشد قطع میشد، یا اینکه اون کسی که حالا تو چینا، اون وقت ژاپن بیشتر بود، تو ژاپن و اینها اینا رو لحیم کاری کرده بود یا تو کارخونه ایران ناسیونال ایران لحیم کاری کردن، درست جناب میدونن که اینا رو با دستگاه میشستن، روغن میزدن، میرفت برمیگشت همش لحیم میشد. ممکن بود وقتی میزدن وصل میشد، دو ساعت کار میکرد، دوباره قطع میشد، گرم میشد، اینجوری دوباره میزدن تو سرش. شما یه تو سری به تلفن خودتون بزنید، حالا ما نخواستیم بگیم یه تو سری به خودتون بزنید، یه اینترنت درستی، یه خاموش روشنی، یک از این ور اتاق به اون ور اتاق، یه آیپدی رو خاموش کردن. این روزا شما تو خونتون فکر کنید ببینید چند تا دستگاه روی مودمتون سوار شده. من بهتون گفتم یه مدتی ما اینجا اشکال داشتیم، زنگ زدیم، اینا اومدن یه چیزی میذارن 24 ساعت مانیتورش میکنن، الان رسم شده برای آدما هم میذارن، میری دکتر یه چیزی میبنده بهت برای قلب و اینا، یه کمربندی هم بهت میده، یه چیز انقدیه که ضربان قلبت رو تو 24 ساعت و اینها کنترل کنه، بعد میری بهش میدی. 24 ساعت کنترل کردن، بعد به ما گفتن که از اینترنت شما خیلی گیم. گفتم اصلا بچهای من اینجا نیستن که گیم بازی کنن، منم تو عمرم هنوز گیم بازی نکردم با کامپیوتر و اینا. بعد معلوم شد که این دوستان چاینیز ماینیز سرعت زیاد میخوان، مال ما هم اینترنتمون سرعتش خیلی زیاده. حالا اینم بهتون نشون میدم، 10 بارم بهتون گفتم دوستان شما هم برید نگاه کنید ببینید اینترنتتون سرعتش چیه، ببینید هر از گاهی زنگی بزنید یه شکایتی بکنید، میگه تا نگریت طفل کی نوشد لبن. بچه و مادر که اون رابطه خدایی طبیعی رو دارن، بچه تا گریه نکنه مادر بهش شیر نمیده. شما بیا اینجا، من الان برات یه صفحه جدید باز میکنم، اینجا می نویسم speedtest.net. اینا از همه جای دنیا فکر کنم شما میتونی امتحان کنی، این سرعت اینترنتت رو نشون میده. خب ببین، اول خیلی خوشحالم که این صفحه باز شد، نوشته activate adobe flash. همونایی که میگن ویدیو باز نمیشه، بعضیاش اینه، به شما داره پیام میده آقا دیشب ما کامپیوتر شما رو آپ تو دیت کردیم، این آقای فلش با ما همکاری نمیکنه. دیدید اینجا رو که کلیک کردم، این بالا اومده میگه که اجازه بهش بده و به خاطر بسپار. اینجا میگه فعلا فقط این بار بهش اجازه بده. اینا رو شما باید اون میپرسه شما جوابش بدی، یا اون بهت میگه که یه جوکی میگفتن، گفت سر یه پیچی یه نفر داشت میرفت با سرعت، یه خانومی که از اون ور میمد بهش گفت حیوان، بعد این گفت حیوان خودتی، حیوان بابات، حیوان ننت، همچین که رفت جلو تق زد به یه آهو، بعد فهمید گفت آهان منظورش این بوده. حالا اینم دیدید چه بخ خوشحالم که این اینجور شد. ببین حالا مینسه آزمایش رو شروع کنید. بذارید من این صفحه رو کوچکتر کنم، این تبلیغ مبلیغای دورش رو براتون بردارم. صفحه رو ما کوچیک میکنیم، شما ببین این دیگه من دارم لایو ریل تایم به شما نشون میدم. حالا ببین 3 تا فاکتور هست، نگاه کنید. پینگ، پینگ، کلمه پینگ پونگ شنیدید؟ یعنی از این ور میزنه میگه پینگ، از اون ور میزنه میگه پونگ، پینگ پونگ، پینگ پونگ. ما از اینجا پینگ میفرسیم، اونا از اونجا پونگ میفرسن. 3/3000 ثانیه. حالا مال بعضی از شما 38، بعضی ها 90. 3/3000 ثانیه طول کشید تا این پینگ ما رفت به اون کمپانی. حالا سرعت رو نگاه کنید. تازه ما اینجا الان تمام چیزایی رو که جوس و جون و قوه و چی بگیم اینای اینترنت رو میگیره ما روشن کردیم. با همه اینا نگاه کنید، دانلود،
667 و 21 صدم مگابیت پر سکند، این مگابیت نیست اشتباه نکنید، آپلود 902 و 54. دوستان میدونید برای کاری که من انجام میدم چی لازمه؟ یکیش 2 باشه، یکیش 5 باشه. ما میریم 500 برابر میگیریم تا وقتی میایم، نمیخوام بگیم 500 برابر مطمئن باشیم، اقلا مطمئن باشیم سیستممون کار میکنه. اون وقت شما با دوستت داری تو مترو میری، آهنه چیه فلان داری نگاه میکنی، یا گوشت در گوشت به من میگه قطع میشه، انتظار داری منم مثل الان برنامه‌ام رو ول کنم بیام مودمتون راوترتون رو هفته یه بار یه شنبه ها همون جوری که وقتا یادتونه جمعه ها میرفتیم مدرسه این پشت دستمون ترک از چرک و کثیفی و ناخونا و اینها، هفته یه بار لیف و صابون، توی شیراز لیف و صابون نمیزدن، کیسه میکشیدن، کیسه میکشیدن، میگو یه کیسه ای بکشم بهت، برید اینا رو تمیز کنید، دوتا چی یاد بگیرید، چگونه من سرعتم رو افزایش بدم، بعد از همش مهمتر زنگ بزنید به مکدونالد، نه ها اگه دارید اینترنت از اون میدوزید، اگه بالای یک شرکتی هستید اصرا اینترنتتون خوبه چون اونا نیستن، ولی روزا که سوربی برنامه میذاره اینترنتتون بده، بعد میگه آقای فلانی که برنامه داره خوبه، بله برای که اون موقع مغازه پایینی که شما داری اینترنت ازش میدوزی بسته، بله زنگ به اون نزن. اگر ISP داری، ISP اینترنت IPS اینترنت سرویس پر ISP اینترنت سرویس پرووایدر، کاکس نمیدونم دیرکتیوی، AT&T، الان دیگه هزار تا هست، اون وقتا تو هر محله فقط یکی بود، بستگی داشت کی سیم کشیده بود، الان کاری به سیم نداره، از هوا و از آسمون هم میتونه بگید. در صورت این از این. ما تلاشمون اینه که یه برنامه داشته باشیم، من یه چیزی از شما یاد بگیرم، شما یه چیزی احیانا از من یاد بگیرید. نه اینجا دانشگاه حخا باز کردیم، نه دانشگاه کوروش کبیر باز کردیم، نه مدرسه اکابر باز کردیم. چرا؟ یه جورایی به اکابر میبره، چون هم سن من به اکابر میخوره هم شما. ببخشید این اروز دهن آقای ترامپ میگفتن خوش شده، در صورتی که الان میگن شاید این سکته میکنه. میدونید سکته همیشه ایست قلبی یا ایست مغزی و فلان نه، نیست که دیگه بیافتی بمیری، بعضی وقتا شما ممکنه در یک روز چند بار سکته کنی و بعدن میفهمن که آقا اینقدر سکته کردی. اصلا دلیلی که شما وقتی عطسه میکنی بهت میگن God bless you یا ایرانی ها میگن عافیت باشه، چون باورشون اینه زمانی که عطسه میکنی شما از این دنیا میری و بر میگردی، یعنی یه سلامی به اسرائیل میکنی و بر میگردی. بله ببخشید من این از این. خب بله دوستان راجع به ابی میپرسن، اجازه بدید من خاموش کنم این تلفنم رو یادم رفته بود، من خبر ندارم که پرموترش که خبر ندارم که به اصطلاح کجا برقرار میشه، باید جویا بشه، ولی میدونم 24 دسامبر در این وینا در گرین هاوس آقای آرمین، اول آقای اسلام شمس میان به اصطلاح اون قسمت خنده و شادی و اینها رو، بعد آقای آرمین میاد و یه گروه رقص و اینها، خوانندگی و رقص و شادی، و تا پاسی از شب اونجا خواهیم بود. منم به احتمال 99% اونجا میام، اون 1% سکته است که ممکنه سکته کنم و اینا نمیم. و اما بله اتفاقا آقای آرمان شهبازی گفت که آقای سوربی به دوستان بیننده بگو که اگه جاهای دیگه هم مهمون هستن، چون کریسمس ایو هست میتونن اون مهمونی، معمولا اون مهمونی ها زود تموم میشه، اون که تموم شد بعد بیان اینجا تازه مشروب و رقص و فلان و اینها. گفتیم چشم، ما این رو هم میگیم. و اما امروز براتون خیلی چیزا دارم، یتیم رو دارم، یه عکسی بهتون نشون بدم، شعری نوشته خیلی قشنگه مال پروین اعتصامیه، عکس چمکران بهتون، چاه جمکران بهتون نشون بدم، عکس
ببخشید اینجا نوشته شاه احمق، اون کسی که برای من فرستاده بود نوشته شاه احمق، اون رو بهتون نشون بدم. معاینه پزشکی جسمی روانی آقای ترامپ و عکس نقشه را مولانا. این آقای علی ترابی دوست نازنینمون که نوکیش هست و گفت خود مسلمان ناشده کافر شده، این خود مسلمان ناشده حالا مسیحی شده، هی برای من تبلیغ میفرسته. آدم تا یه مدتی هم به اصطلاح تحمل میکنه و اینها، بعد بهش گفتم که آقا من نمیخوام تبلیغ دین، تبلیغ امام، تبلیغ پیغمبر، تبلیغ کلیسا نمیخوام. والا اگه خونه من بیای، من پشت در نوشتم ما هیچ چیزی دم در نمیخریم، یا تو فروشگاه میخریم یا آنلاین میخریم. ما دینمونو نمیخوایم عوض کنیم، اصلا دینی نداریم که عوض کنیم. بعد نوشتم که اگر آبجو داری در بزن، اگر آبجو نداری برو آبجو بگی بیا. حالا به این دوستمون وقتی گفتیم، گفتم که آقا من خودم مستقیما با خدا تماس میگیرم. خیلی ها اینا به خدا باور دارن، به اون شبان که دروغ بهشون میگه باور دارن، به اون پدر روحانی باور دارن، به دزد دزا آقای پاپ که بانک خدا دستشونه، هنوز مال آدمایی که کشته شدن تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. برید بزنید اینا رو نگاه کنید، بخونید، برید جستجو کنید، نزنید. اوکی باور دارم، ولی من که میگم آقا خدا با من مستقیم تماس میگیره، باورشو نمیشه. خب پس تو خدا رو قبول نداری، ولی اگه خدا رو قبول داری، قدرت خدا و تواناییش رو قبول داری که میتونه به اون عربه عربی حرف بزنه، به اون آمریکایی انگلیسی حرف بزنه، به من ایرانی فارسی حرف بزنه، مخصوصا شیرازی حرف بزنه، آقا میگم من با خدا در تماسم، ما رو ول کن. میگه شما چجوری با خدا در تماس؟ میگم ببین آب رو برو از سر چشمه بنوش. چجوری؟ ما مثلا اون وقتا میرفتیم یه جایی بود غلات، خب مردم یکی هندونه گذاشته بود، یکی گرمش بود پاشو گذاشته بود، بعدم بعضیا دیگه اینجوری بود، وقتا تیشمانی نبود، این آبای بطری ببریم و آب از خونه بکشیم ببریم، یه گاز کپسولی و اینا بعدن تازه اومده بود، یه پریموسی بود میبردن و اونجا هم یه کتری زشت و سیاهی بود، این کتری مال پیکنیک بود، میبردن میزدن زیر این آب چشمه یا جوی، می آوردن میذاشتن میجوشوندن، شد چایی درست میکردن، با همه اینها رنگش میشد اصلا انگار که گچ توشه، مخصوصا شیراز. بعضی وقتا شما وقتی نگاه میکردی میدیدی این بالا اون داره پاشو گذاشته، اینها را میافتادی میرفتی. اینی که پاشو گذاشته تو چشمه، تو رودخونه غلات، شما هستی، اون شبان هست. من آقا نمیخوام آبی رو که از رو پای شما اومده چایی درست کنم، میام از شما سلام علیکم میکنم خدمتتون، بهتم نمیگم آقا پاتو از تو این وردار، یا آفتابه یه نمیدونم کتری وردار پاتو بیرون بشون، بهتم اونو نمیگم، چون حالا روزت خراب میشه، ما هم با هم دعوا میکنیم، بهت نمیگم تو کلیسا نرو، خودم میرم اونجا از سرچشمه آب میگیرم. حالا این چشمه هام که بعض وقتا چشمه نبود، یه تلمبه بود که یه موتوری پاپ 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 کار میکرد، کلی هم بنزین و روغن موتور رو آب بود، و ما میگونه چه آب قشنگیه، رنگاشو دیده بودین اصلا مثل رنگین کمان، این کمیکال چیز بود دیگه، این نفت بود. بمان اینه عزیزم، به آقای علی طاهری قول دادم که من این رو امروز برای دیگرانم بخونم، امیدوار باشم بلکه اینها دست از سر ما وردارن. آقا دین گیرت اومده، مبارکت باشه. اولا شما چه اصراری داری این بهشت رو میخوای شلوغ کنی؟ برید بهشت خلوت باشید تنها. خدا که به شما گفته بهشت فقط مسیحی ها، به کلیمی ها گفته بهشت فقط کلیمی ها، به مسلمان ها گفته بهشت فقط شما، اونم اگه سر دیگران بریده باشید. حالا بودایی ها نمیدونم، بودایی ها مثل که به بهشت و جهنم باور ندارن، توی همون دم زندگی میکنن و وقتی هم میرن یه شکل دیگه برمیگردن، یکیش میشه سگ یکیش میشه گربه. ولی مولانا رو شما قبول داری؟ حالا اگه مسلمونم بودی اون موقع مولانا رو قبول داشتی، اگر الان مسلمون نیستی مولانا اتفاقا از زبان شما میگه، از زبان امروز شما میگه، از پدر پرسید روزی یک پسر، بهترین دینها کدام است ای پدر؟
گفت من با دین ندارم هیچ کار، اینو هفته پیشم خوندم، ولی شما از بس از اینجا میپری به اونجا، میپری به اون، میخوای اونو مسلمون کنی، میخوای اونو مسیحی کنی، میخوای اونو دادگاهی کنی، توجه نمی کنی. گفت من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دینها ندارند اعتبار، چون که آوردیم هر دین جدید، اختلاف بیشتر آمد پدید، کینه ها و دشمنی بسیار شد، جنگ های مذهبی تکرار شد، خون مردم ریخت بر روی زمین، بارها و بارها با نام دین، نه مسلمانم، نه ترسا، نه جهود. این ترسا مسیحی ها رو میگن. سر به حکم عقل می آرم فرود. آقای علی آقا عاقل باش. نه مسلمانم، نه ترسا، نه جهود، سر به حکم عقل می آرم فرود. عقل می گوید که عیش بیکران هست در همزیستی با دیگران، دین ولی گوید که خون کافران گر بریزی اجر داری بیکران، دیگر اندیشانم آخر آدمند، دین چرا گوید که محدور الدمند، من بدین علت ندارم دین و کیش، تا نریزم خون هم نوعان خیش، تو هم ای علی آقا، ای فرزند، ای دوست، تنها از خرد پیروی کن تا به مینویت برد. این مینو هم بهش دیگه. با تمام مردم روی زمین دوستی کن، بهترین دین است این. امیدوارم که به جان دل شنیده باشی و عمل کنی و از امروز ما را از اون قسمت آخوندبازی، حالا چه به اسم کشیش چه به اسم شبان، به اصطلاح حذف کنی، ما رو بذار جزو لیست سیاهت که اینا آقا میرن تو جهنم. از همین الان آتش جهنم هم روشن. خب ببینیم که این دوستمون چی میگه. ایشون آقای سهراب چمناراست. من براتون نوشتم ساعت 3:30 با شما هستیم، چون امروز 20 دقیقه شما رو میبرم خلیج فارس. ضمناً این دوستمون یه عکسی از خلیج فارس فرستاده و من گفتم خب فعلا عکس فرستاده، بعداً هم خودشون میان با تصویر و اینها، و این هم از این ماجرا. ممنونم آقای پناهی و دیگر دوستان، خانم مهین زندی. این خانم مهین زندی من سالها پیش با ایشون آشنا شدم در تلویزیون رنگارنگ، و بعد حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه به دلیل فامیل و اینها رفتن کالیفرنیا. امروز خوشحالم که باز ایشون برگشته به این منطقه. ازشون هم دعوت کردم که تو تلویزیون مردم برنامه‌ای داشته باشن، با من و شما صحبت کنن، تا من و شما بتونیم با هم دیگه به اصطلاح مهربونتر، منطقی‌تر عصبانیت رو کنار بذاریم. چون عصبانیت که کنار بره، اصلا این کلمه عصبانیت، عصب، عصبانیت، تعصب، اینا همه شکلی بره کنار، مهربان تر صحبت بکنیم. امیدوارم به زودی خانم مهین زندی رو ببینیم دیگه. خانم زندی مثل اون وقتا هم نیست، مشکل اومدن و رفتن و که شما تو واشنگتنی ما ویرجینیا هستیم، با اسکایپ از هر جای دنیا با تلفن میتونیم به اصطلاح پیام و اینها رو بگیریم و داشته باشیم و اینها. ممنونم. یه دوستی همین الان تلویزیون مردم رو حمایت کرده، من ممنونم از ایشون. شاید نخوان اسمشون رو بگم، منم اسمشون رو نمیگم، ولی خیلی جالبه که ایشون 33.69 دلار به وسیله پیپل فرستادن. ما هم ممنون و متشکریم. یه دوست دیگه 100.11 دلار فرستاده بود، ممنون و متشکرم، توسط مانیگرام. مانیگرام باید برم به اصطلاح CVS، جاینت، نه جاینت مال وسترن یونیونه، هر کدومشون یه جایی هستن، بالاخره باید برم اونجا بگیرم. ولی خوشحالم که این دوستی که اینو فرستاد من رو یاد اون دوستمونم انداخت که تشکر کنم. و شما هم اگر لطف کنید و حمایت کنید، ما هم ممنون میشیم و تشکر میکنیم. پس این عکس نقشه راه و این شعر مولانا رو ما پاک کنیم، به اصطلاح که یعنی خوندیم. ولی بریم سراغ جمکران. من بارها بهتون گفتم میرم روی وبسایت‌های مختلف، میرم روی سایت‌های به اصطلاح فیسبوک‌های مختلف، ببینم که طرف میگه آقا این آخوندهای احمق اینجوری فلان. میگم آقا روزی 100 بار فوش خار مادر به اینا بده، ولی نگو اینا احمقن. چون تا میگی اینا احمقن،
من از خودم این سوالو میکنم، ما چقدر احمقیم که نمیتونیم با احمقا به اصطلاح بهشون پیروز بشیم، یا اونا دارن به ما مملکتمون رو به اصطلاح گرفتن، حکومت رو گرفتن و فلان اینا. نگید، بگید آقا اینا پدر سوخته هستن، بگید اینا کلاشن، زیرک با زرنگ نمیدونم میشه استفاده کنم یا نه. شما نگاه کنید، بهتون یه بار گفتم سالها بود که توی این فکر بودن که از دریای خزر یک کانالی مثل کانال سوئز، مثل کانال کجاست دیگه، کانال جای دیگه بزنن که این آب دریای خزر یا دریاچه خزر وصل بشه به خلیج فارس که بتونه مثلا روسیه نفتشو بیاره به خلیج فارس به آبهای گرم. آخوند پدر سوخته الان نفت رو از روسیه تو شمال میگیره، قسمت شمال ایران رو پخش میکنه، نفت و جنوب بهش میده. یعنی اینا بدون لوله، بدون کانال این کار کردن. آخه شما باید به اینا کردیت بدین. بعد ببینید بدون هیچ تولیدی، حالا اون امامزاده خمینی اقلن مردش رو بردن گذاشتن اونجا، کلی هم پول خرج کردن اونو ساختن. حالا درست این پولا مال ملته، ولی شما این دیگه چاه کم جمکران رو ببین این چه صیغه‌ای بوده. چاه جمکران 6.5 میلیارد، باید مینوشتید تومان یا اگه دلار مینوشتید، 6.5 میلیارد در سال درآمد دارد از اختراعات تاریخی ملایان در امور اقتصادی. یه عده اپل و آمازون ابداع میکنن، ما هم جمکران. آقایی به نام سهن که عکس چیز رو هم گذاشته، این کی بود بیچاره، ماهی سیاه کوچولو، صمد بهرنگی رو گذاشته. خب اینه این ماجرای با هم مهربون باشیم. اینا یه خانمی من ازش دعوت کردم، قبلا هم ازش دعوت کردم، گوینده خوبیه، انرژی رو داره، میخواستم یه کاری انجام بده، هنوز جاشو پیدا نکرده. بهش گفتم شما بیا یه برنامه بذار، خانوما چی میخوان؟ بعضی وقتا آقایون حرف خانوما رو نمیفهمن، حتی زن و شوهر حرف هم دیگر نمیفهمن. شما بیاین با دو سه تا از دوستاتون بشینین. بعد حالا یه دفعه ما دیدیم ایشون شده فعال سیاسی. به قول خودش میگه من 43 هفته هست میرم دم فدرال بیلدینگ. میگم آخه ببخشیدا، تو شیراز میگن آش رورووک دوای ترترک، یعنی کسی که اسهال داره و اینجوری. من اصلا این چیزها رو، آخه شما هی میرید دم فدرال که چطور بشه؟ کاش که خمینی هم یه فدرال بیلدینگی داشت و هر هفته یه شنبه وقتی میخواست بره فروشگاه یه سرم میرفت سر فدرال. آقا مگه آقای سعید سکویی کم رفت دم فدرال بیلدینگ؟ مگه خانمش هم مثل شهبانو نمی برد اونجا؟ مگه آقای شهرام همایون کم رفتن به فدرال بیلدینگ؟ چی شد؟ سعید سکویی که اصلا ناپدید شده، شهرام همایون که 2-3 هفته پیش گفت آقا پول نداریم بس و رفت. خب الان خانم شمایی که احتمالاً از اروپا هم اومدی، چون من دیدم این ویدیویی که برای من فرستاد دوستمون، گفت آقا این خانم رو میشناسی؟ گفتم والا قیافش به نظرم آشنا. رو فیسبوک که نگاه کردم دیدم من قبلا چند ماه پیشم برای شما نوشتم، والا یا ویدیوتون رو دیده بودم یا یه چیزی اینها. گفتم که والا نمیدونم این چی میگه و چی میخواد. شما میشینی تو ماشین، مردم بهت میگن خانم داری رانندگی میکنی؟ من یه دو بارم به این دوستمون آقای قشقایی گفتم آقا رانندگی میکنی؟ هرچی هم ماهر باشی، حتی به سعید کاووسی گفتم، وقتی حواست تو تکس هست و توی فیسبوک و بعد داری اینو میذاری، یه موزیک هم پخش میکنی، رانندگی هم میکنی، خدا به داد مردم برسه و امیدوارم اتفاقی نیفته. آدم میگه برای دشمنش هم نباید بد بخواه، اینا که دوستامونه. یه نفر همین آقای ناصر پولی ممقانی برای این خانم نوشته بود که خانم شما در حال رانندگی برنامه زنده پخش نکن، این خطرناکه و غیر قانونیه. ایشون نوشته بود که نه من راننده دارم. ما گفتیم خب بالاخره یکی پیدا شد.
که یه پولی داره، ثروتی داره، راننده خصوصی داره و دیگه این حالا فردا جنبش بازی کنه، پس فردا نمیگه تلویزیون داره قطع میشه بیان بهم پول بدین. مثل ما گداگودو نیستن. این گداگودو از کجا اومده؟ در هر صورت بعد خانمه گفت نه من چون ماشین ندارم اوبر دارم. حالا شما فکرش بکنید، راننده اوبر اومده در خونتون، احتمالاً آمریکاییه، احتمالاً شغل دومشه، احتمالاً از بیچارگی داره این کار انجام میده که بچهش بره دانشگاه. من و تو خارجی که اینجا خارجی هستیم اومدیم اونجا، به جای حال احوال پرسی و بشینیم و اینها با این صحبت کنیم یا اصلا صحبت نکنیم تا برسیم به مقصدمون، این تلفن رو برداریم. خب بینندگان عزیز، من الان از جلو فدرال بیلدینگ آمدم و حالا صبر میکنم دو نفر دیگه بیان، حالا یه نفر بیشتر نیست. من میخوام صحبت کنم، بگم این پدر سگای فلسطینی چرا روزایی که من میام اینجا تظاهرات نمیام. اینه برنامه شما. 43 هفته رفتی جلو فدرال بیلدینگ، یه تبلیغ مجانی براش بکنم، بلکه از این هفته شما هم برین و بپیوندید و نجات بدید ایران را، اصلا آزاد کنید. یعنی ماها نشستیم منتظر شماها. حالا جالبه، خود همین خانم عکس همسرشو گذاشته توی مطب دکتر که همسر من مریضه توی مطب دکتر فلان. اینها میگم خانم تو هواپیما اول وقتی که خانم چیزو اینا توضیح میدن این مهموندارا، میگن اگر اشکالی براتون پیش آمد اول این اکسیژن رو بذارید روی دماغ و صورت خودتون، بعد از بچه‌تون نگهداری کنید. دیگه حتی بعد نفرهای بعدی رو نمیگه، چون میگه دیگران میان. شما اول از همسرت نگهداری کن، همسرت رو سالم شاد. شما اینقدر استرس میای دم فدرال بیلدینگ وای میسی فوش و فضیحت میکنی، بعد میگی میخواستن به من حمله کنن، بعد یه احمقی که تصادفاً به قول آقای دکتر پارسا بناب، ایشون هم متاسفانه شیرازی و از استان فارس، به نام آقای مبارز نستو. این کلمه مبارز نستو از دوره انقلاب ما شنیدیم، هی به همدیگه میگفتن آقای طالقانی مبارز نستو، که ما مسخره میکردیم میگفتیم شیری تریاکی های پستو، که تو پستو مثلا تریاک میشه. حالا این آقا مبارز نستوه، اولا میاد یه گوشی گذاشته رو گوش خودش. بابا جون اگه کسی هم میبینی گوشی میذاره رو گوشش، تو رادیوه و الا این فیسبوکی که شما تلفن رو برمیداری میذاری جلوت برنامه میذاری، دیگه گوشی نمیخواد. اگرم میخوای گوشی بذاری، خدا ذلیلت نکنه، این گوشی های مال خود اپل رو بذار تو گوشت. این چیه مثل موجودات فضایی گذاشته تو کلت. برگردیم سراغ این خانم محبوبه، خانم محبوبه حسینپور. چرا میگن ایشون احیانا از اروپا اومده اینجا؟ چرا احیانا میره جلو فدرال بیلدینگ؟ احتمالا هنوز کار پناهندگیش درست نشده، میخواد تا موقعی که محکم نشده نشون بده که فعالم. معمولا اینا کار پناهندگیشون که درست شد، بعدش اجازه کار و بعدش کار و اینا میرن. من و شما رو یاد کدوم جوک میندازه؟ جوکی که آقای کی انداخت، این آقای کمدینمون کیه، خدایا هادیه، عجب مغزمون چیز شده ها، برای که هادی خورسندی، برای که دیر به دیر میاد اینجا اسمش یادمون رفته. هادی خورسندی گوی یه دوستی داشتم آقا دیوونمون میکرد از بس این سلطنت طلب دو آتشه بود، و وقتی یکی میمد تو مهمونی ها مثلا صاحبخونه میگفت تو رو خدا به این آقای ایکس چیز نکنین چون این مهمونی رو خراب میکنه. گوه آقا یه دفعه رفتیم، وقتی اومد دیدیم اصلا این فرق کرده، رفته ایران و آمده و اینها. اتفاقا این خانم محبوبه حسین پور هم نوشته که همسرش رفته ایران و آمده، بعدی که از ایران اومده به اصطلاح یه جور دیگه شده و اینها. و جالبه، شما تحت تعقیبی، ایشون تحت تعقیبه، ولی میره ایران میاد. احیانا چون سلطنت طلب هستید رفته بودید طلبتون رو به اصطلاح سلطنت طلب. هادی خورسندی گفت توی این مهمونی من نشستم، به این آقا گفتم آقا شما پا به سن گذاشتی، از جوش و خروش افتادی، چی شده؟ گفت آقا من بلند شدم رفتم ایران، دیدم اونجا هر کسی به فکر خودش، هر کی به فکر خیشه، کوسه به فکر ریشه.
گفت منم حقیقتش شرکتی داشتم و نمیدونم خونه ای داشتم و مصادره شده بود و اینا رو گرفتم و الان میدونید آگهی میدم تلویزیونا بیان خونتون زمینتون ما براتون میگیریم، حقوقم به بازنشستگی من درست کردم گرفتم. گفت آقا من طلبمو گرفتم چون لق سلطنت. حالا این شما میگی من سلطنت طلبم، اگر سلطنت طلب هستی طرفدار رضا پهلوی هستی، خب ببین رضا پهلوی برنامهش چیه، هر روزی این خواست بیاد اونجا یه پلوی بخوره شما اون روز برو، ولی شما میری هر جلسه ای که اونجا هست شما میری مزاحم دیگران میشی، بعدم تازه من برات نوشتم خانم شما به دموکراسی باور داری؟ آقا خانم این هفته این ترامپ برای اینکه از دست مشکلات خودش فرار کنه، از دست اینکه الان اون ماجرای 16 تا زن، فکر نکنید این دموکرات ها به همین سادگی اون آقای 88 ساله رو گفتن استعفا بده، فکر نکنید به همین سادگی گفتن اون فرانکن ترم دوم سناتوریشو بهش گفتن استعفا بده. اینا گفتن ببین مثل این میمونه که من برم وقتی همسایم اینجاست یه جارو بردارم این طرف رو جارو کنم و وای میسم که ببینم اون طرف جارو میکنه یا نه، اگه جارو نکنه شب میرم بهش میگم هی استیو اگه جارو نکنی این برگا باد میزنه این وقت تمیز کن. دموکرات ها این کار کردن، خونهشون رو جارو کردن، حالا منتظرن که ریپابلیکن ها بیفتن به جون هم و شروع شده. الان یه ریپابلیکنی که مال مجلس سنا هست که مال آلاباما هست امروز گفت که من به این آقای روی که فردا قرار روی مور که فردا قرار رای بدن گفت رای ندادم نمیدم و ما همچی کسی رو در مجلس سنا نمیخوام، یعنی بهترین تبلیغ برای دموکرات ها. البته تو آلاباما انقدر اینا ریسیس هستن، انقدر اینا بی‌سوادن، انقدر اینا عقب افتاده هستن که امکان این که یک دموکرات بیاد توی مجلسشون خیلی کمه، مگر اینکه حالا دیگه زنا، این زنا بهتون بگم ها، مثلا زنه میاد میگه من به این رأی میدم، میگن چرا مگه زنا رو قبول نداری؟ میگه چرا، ولی خب ما الان مسئله زنا نیست، مسئله حزبمونه. این حزب تو سرت بخوره، این حزب به تو چی داده به جز دو دستگی، به جز نفاق، به جز اینا؟ در هر صورت ما برای این خانمه نوشتیم، خانم حسین پور، خانم محبوب خانم، شما میخوای چند دقیقه در برنامه ما شرکت کنی؟ نوشت که من در اولین فرصت، گفتم اوکی انیوی چون من این ویدیو رو دارم چه شما بیای چه نه، ببینید این احترامه، چه شما بیای چه نیای من صحبت میکنم. فوری نوشت شما هم مثل جمهوری اسلامی، میگم خانم شما اصلا نه منو میشناسی نه منو میدونی اینجوری محاکمه میکنی؟ بعد من بهش گفتم خانم انقدر عصبانیت رو بذار کنار، عکس میذاری شوهرم مریضه تو مطب و فلان اینا، این بنده خدا از این عصبانیت شما مریضه، محیط خانواده رو بعد میگی شما روانشناسی؟ گفتم والا لازم نیست روانشناس باشیم، کار شما انقدر خرابه که هر کسی تو خیابون قولت میدن بیان تو همسایگیت از این اون سوال کنن میگن آقا این خانم دیوونه است. در هر صورت ایشون یه دوربینی برداشته، دوربین که چه از کنه همین تلفن ها، رفته به اینایی که اومدن تظاهرات برای اینکه ترامپ نادان آمده پایتخت اسرائیل رو آورده گذاشته اورشلیم، یعنی وقتی سفارتشون میفسن اونجا انگار بدون اینکه بخوان چی کنن رسما اونو قبول کردن. دو نفر خوشحالن تو این ماجرا، یکی اسرائیل اون چیز تندروش پرایم مینسترش کیه؟ بنجامین یا بیبی نتانیاهو. بنجامین نتانیاهو برای اینکه شما بفهمید که شاه بیچاره درست گفت به مایک والاس که گفت رادیو تلویزیون های شما زیر سلطه کلیمیان نه صهیونیستا هست، هیچ کدومتون هیچ خبری تو رادیو تلویزیون ها دیدید که بگه بیش از 10,000 نفر در اسرائیل راهپیمایی کردن به نام واک آف شیم؟ میدونیم ما داریم مثلا هال آف فیم یعنی تالار آدم های معروف، بعد واک آف شیم یعنی راهپیمایی که بهت خجالت بدیم. این انقدر دزدی کرده، انقدر کراپشن یعنی همین کلاهبرداری و این فسادهای دولتی و اینها، یه دونه از رادیو تلویزیونایی که شما نگاه میکنید اینو دیدید؟ منم میخوام از اون دوستمون مایک که با ایریا کد 618 برای من چی میفرستاد نمیخوام فامیلشو بگم، شما تو اون رادیو تلویزیونا دیدید که راجب اسرائیل بگه؟ اون وقت تا امروز
ببینید چند نفر کشته شدن. همین امروز تو لبنان و بیروت و اینها ببینید چقدر شلوغ بوده و فکر میکنید به نفع کی شد؟ دوباره به نفع آخوندا شد. دوستان آخوندا امروز از ایران تا دریای مدیترانه سرباز دارن این بر اون بر. این امید نادان احمق دو سه تا حرف خوب زده، میگه که شما این آخوندا رو دست کم نگیرین، اینا توی نمیدونم سوریه، توی عراق، توی لبنان، همین جوری شما این نقشه ایران رو نگاه کن، وقتی که میره به طرف دریای مدیترانه تا اونجا تو هر کشوری که شما میبینید اینا نیرو دارن، یکیشو با پول میخره، یکیشو با نیرویی که اصلا قاسم سلیمانی رو نشون میداد، میگفت این داره به اصطلاح این امپریالیسته، امپریالیست یعنی قدرت بزرگ دنیا. خب حالا خانم محبوبه حسین پور، اگه شما همسایه‌هات که احیانا ایرانی هستن شما را قبول ندارن، نمیان تظاهرات، یه آقایی رو شما گرفتی، ایشون پسرعمه من بوده، والله اصلا نمیدونم، خودتم گفتی نشونش هم ندادی، شما میگی به اینا پول دادن، آقا خانم ما قبول داریم، خب شما هم به دیگران پول بدید، بی پولید برید پول بگیرید. چجوری خمینی از حوزه بلند شده رفته از کارتر 130 میلیون پول گرفته، شماها دکتر مهندس شازده نمیتونید از دیگران پول بگیرید؟ خب بی عرضه هستید، اگه بی عرضه هستید بشینید تو خونتون، نه یا اوبرم بگیر و پول بده بره دم فدرال بیلدینگ، بعدم افتخارت اینه که 43 بار اومدی دم فدرال بیلدینگ تام شدی مجاهدین که 120 هزار تا شهید دادن، ای کاش یه شهید داده بودید، ولی اون یه شهیده رفته بود یه کسی رو منفجر کرده بود که سیستم به هم میریخت، ولی 120 هزار تا اگه شهادت افتخاره، خب توی برنامه یه تفنگی اینجا که تفنگ آزاده تق 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 همه تونو ببندین به رگبار، بگید به شد 150 هزار تا امروز، چقدر ما کار بزرگی کردیم. حالا شما هم خانم اگه تعداد رفتن دم فدرال بیلدینگ برات افتخاره، چرا وای میسی هر هفته بری؟ هر روز برو، هر روز برو که چی؟ حاصلش چی بوده؟ بعد به دیگران چرا شما حمله میکنی که چرا نمیان پرچم شیر و خورشید بگی؟ طرف فلسطینی اومده اونجا میگه من نمیخوام. وقت حالا ماجرای فلسطین بهتون بگم، یه بغرنجی درست شده، خودشونم توش گیر کردن. یادتونه اینا میگفتن دو تا استیت، یعنی دو تا مملکت، یعنی دو تا ایالت، کشور اسرائیل، حالا کشور کوچولو، کشور فلسطین. بعد بعضی ها گفتن نه آقا اصلا فلسطینی وجود نداره، ما کلیمی ها از روز اولی که اومدیم موسی گفته به جدتون به آبادتون اینجا مملکت شماست. اوکی خب میخوان چیکار کنیم؟ میخوان بکنیش اسرائیل تنها؟ این آدمایی که اونجا هستن چند میلیون فلسطینی هستن دوستان؟ یکی برای من بنویسه تعداد فلسطینی ها چند تاست، تعداد کلیمی های اسرائیل چند تاست. اگه به اینا پاسپورت و شهروندی و شناسنامه اسرائیل بدن، اسرائیل روزی که میخواد رأی بگیره چی میشه؟ میشه لبنان. لبنان وقتی که رأی گیری گذاشتن کی پیروز شد؟ همین حزب الله و فلان و اینها، یا اون یکی دیگه حماس مال فلسطین بود. اینا حالا دوزاریشون افتاده، ولی ترامپ احمق که حالش نیست. ترامپ احمق فکر اینه که امروز خودش رو از این مهلکه نجات بده. شما ببینید این مردی که پدر سوخته میخواد برای روی مور تبلیغ کنه، نمیره اونجایی که اون هست، چون بهش گفتن اگر رفتی اونجایی که این هست عکس گرفتی این باخت یا حتی برنده شد اومد تو سنا کردنش بیرون، بعدن که تو سال 2018 عکس تو رو با این میندازن. حالا شما ببینید یه کسی که باهاش نمیخوای حتی عکس داشته باشی، ولی بگی اینو تبلیغ کن، و کاری کرد که حالا همون زنا 16 تا زنا و این وکیل و اینها دارن میان دنبالش، کاری کرد که هم ریپابلیکن ها هم دموکرات ها گفتن این ژانویه باید آزمایش جسمی بده، که من امیدوارم آزمایش فکری هم ازش بکنن از لحاظ چکاب یعنی، و اینجا میگن فیزیکال اگزام، و ماجرای ایمپیچمنت، ماجرای استعفا، همه اینها اومده رو بالا، ببینیم چی میشه. در صورت امیدوارم که بله، نظر من نیست فیسبوک دوستی ها را نزدیک کرده یا مورد نظر، اصلا نمیشه به افراد اعتماد کرد، ولی فکر میکنم شما هم خیلی تند نظرتون رو مطرح کردید. تند خوبه، تند وقتی چیزای تند میخونید دو بار لذت میبرید، یه بار از بالا، یه بارم فردا صبح از پایین. دوستان عزیز ساعت 2:59 دقیقه است، 3 بعد از ظهر
میریم خلیج فارس، ولی بذارید قبلش من این عکس رو برای شما بیارم بذارم اینجا. پلیر 6، بله، عکس خلیج فارس این دوستمون فرستاده و اون روز به من گفته بود که خوبه که شما پلیر 6 نه افکت 6 شما اینو بذاری. گفتم والا اینجا سرده و اگه من این کنار آب و خلیج فارس و اینا رو بذارم یه کمی بی ربط میشه. خانم دکتر بهیه جیلانی نوشته فلسطینی ها پاسپورت ندارن، همان پاسپورت اسرائیلی دارن. من میدونم خانم جیلانی، شما به من بگو اینها اگر رفتن و فلسطینی هم قبول کردن که آقا اصلا ما کشور فلسطین نمیخوام، همین کشور اسرائیل ما رو به عنوان شهروند قبول کنه، یکی بزنه تحقیق کنه ببینه تعداد فلسطینی ها چقدره، تعداد کلیمی ها چقدره، فردا اگه خواستن رای گیری کنن اسرائیل ادعا میکنه دموکرات ترین کشور خاورمیانه است و رای گیریش درسته، اون وقت چه بلایی سر اسرائیل میاد. دوستان عزیز بریم با هم سراغ این دوست خوبمون که عقل بشر رو برای من شما میگه که عقل بشر خارج از کنترل انسان هست، برخلاف این که ما فکر میکردیم اون قلبه که خارج از کنترله و عقل رو میشه کنترل کنیم. ایشون مخصوصا در رابطه با صحبتهای آقای احمدعلی مسعود انصاری و اینکه درباره نقش فره و یاران فره در انقلاب 1357 ایشون صحبت میکنن. 20 دقیقه به صحبت هایشون گوش بدید. ممنون میشم اگر نظراتتون رو بعدا از طریق فیسبوک، ایمیل، پیام برای ما ارسال کنید تا با ایشون در میون بگذاریم. مرسی که با ما هستید. بعد از ایشون ساعت 2:30 میریم سراغ آقای سهراب چمنارا. فکر کنم اون بحثم بحث خوبی باشه. با ما باشید. سلام بر شما. در مثلها میگویند حرف حرف میاره. پس از مصاحبه آقای انصاری در تلویزیون مردم که هفته پیش صورت گرفت، به فکر تحلیل و تفسیر سخنان ایشان از نقطه نظر عقل افتادم. این گفتار به این منظور و به هدف عمیق شناسی و بیشتر دانستن و خارج از زنجیره گفتارهای عقل بشر تهیه گشته و تقدیم شما می شود. متاسفانه عقل بشر هنگام یافتن حل برای هر مشکلی به عمق و اصل مطلب نرفته و فقط اشکال وقت را در یک حل کوچک بسته پینه می کند. این اقدام یعنی سرپوش نهادن بر مشکل همیشه انجام گرفته و همه ما برای هر مسئله همین راه را پیش گرفته و با سرعت حل نمودن دشواری یا خفه کردنش آرامش می یابیم. شاه و ملکه و نخست وزیر و وزیر و همه مقامات از این محدود اندیشی دور نمی باشند. علت پیروی از این روش توسط انسان همان تنبلی و عدم علاقه به فراگیری، پژوهش و دانش آموختن است. به اضافه در فرهنگ اجتماعی ما اعلان کردن و یا سخن از نادانستن عیب و کمبود شناخته شده و موجب سرزنش و سرکوفتگی است. به همین صورت شاه هیچگاه از عبارت نمیدانم و یا اطلاع ندارم استفاده نکرد. در همه مصاحبه ها، سخنرانی ها و ملاقات ها به اطرافیان از هر مسلک و حرفه ای که بودن نصیحت کرده و آنان را راهنمایی می کرد. بیدانشی و بیمعرفتی به او اجازه نمیداد که نادانستنی هایش را تشخیص دهد. نمی توانست بفهمد درسی نخوانده، اطلاعی منطقی و دانشی ندارد. به کسی اجازه بحث و گفتگو نمیداد و شنیدن سخن مخالف را کم شأنی خود می شمرد. این برداشت و روش متعلق به شاه تنها نبوده و نیست. بینندگان و شنوندگان برنامه‌های رادیو و تلویزیون و همه ما از این وضع دور نیستیم. همه کسانی که صاحب مقام می شوند سریع‌تر به این حالت روانی می رسند. به ویژه که در سیستم اجتماعی ما همه منفعت طلبان و سوء استفاده کنندگان چون مگسان دور صاحب مقامان شیرین صاحب مقامان شیرین جمع شده تا فرصت از دستشان نرود. با نفاق و دروغی و تکرار صحیح هست صحیح هست حکمران را به پردگاه میبرند. از این موافقین بیدانش و منفعت جو نمیتوان چیزی یاد گرفت. ندانستن و ادامه زندگی در نادانی در نتیجه همراهی با گروه موافقین در تمام دوران و در همه طبقه های اجتماعی یکسان و حتمی است. خانم فرح دیبا که شانس ملکه شدن را پیدا کردن از این چارچوب محدودی مغز دور نبود. ایشان
تحصیلات را تمام نکرد، اگر هم میکرد فقط طرز تهیه نقشه ساختمان را فرا میگرفت و به دانش‌های دیگر به ویژه آنچه برای شناسایی محیط و رفتار با مردم مورد نیاز هست بسیار دیر و یا هرگز به ایشان نمی‌رسید. بدون درک در تله مقام افتاده و تصور کرد که صلاحیت‌ها و فرصت‌های به دست آمده علم و دانش است و برای چوپانی کافی است. حقیقت نادانی ایشان را می‌توان از لباسش شناخت که بر تن می‌کرد. هنگام دیدار از مناطق فقیرنشین و سازمان‌های کمک رسانی لباس شیک و آخرین مد ایشان کافی بود که 10 خانواده و بیشتر را طی 1 ماه سیر کند. اما ایشان در تار و پود ملکه بودن گرفتار شده و عقلشان اجازه نمی‌داد از این دام خارج شود. حسرت خوردن و رشک مردم از دیدن شیک پوشی ایشان دور از تصورشان بود. نیازمندی مردم که برای نجات از درماندگی آماده به ذلیل کردن خیش برای ایشان بودند، به صورت افتخار و امتیاز و مهربانی برای ملکه تلقی و منتشر می شد. شاه را نتوان به این علت سرزنش نمود، زیرا از کودکی ولیعهد و بعد شاه شد، در محیط دربار بزرگ شده و از خارج اطلاع نداشت. چه افتخاری را می توان ادعا کرد اگر شاه و یا ملکه کشوری باشیم که گروهی در آن گرسنه و تهیدست هستند؟ با گاهی کمک کردن به آنان چه افتخاری را میتوان علم کرد؟ از فرح خانم که در محیط مردم بزرگ شده بود انتظار رفتاری دیگر میباید داشت، لکن نه فقط در تله مقام افتاد، بلکه تاکنون و پس از آن همه ناکامی ها هنوز نتوانست از شبکه و تور آن عقل را برهاند. این وضع حکمرانی را انسان بر روی این کره پی ریخته و یک پدیده خلق شده آفریدگار نیست. هرچند که همه حکمرانان در تاریخ سعی کردند بودن خیش در مقام را به اراده خداوند نسبت دهند، این دروغ سبب شده که طرح‌های ناقص خود را چون پیامبران الهام و وحی تصور و به مردم تحمیل کنند. اما هنگامی که سقوط کردند، دشمنان و مردم قدر نشناس را مقصر می دانند و از خواست خدا سخنی نمی گویند، مانند جوانان که نمی توانند روزهای پیری را تصور کنند. آنها هم امکان دوری از قدرت را در تصور نمی گنجانند. علت همان بیدانشی است. اگر شاه می اندیشید حتما از خود می پرسید هخامنشیان و کوروش آرام خوابیده اگر سلطنت در خاندانشان ادامه داشت، پدرش و بعد خودش چگونه ممکن بود به سلطنت دست یابند؟ حتما نتیجه می گرفت که رسیدن شخصیت‌های دیگر به سلطنت بعد از ایشان بسیار ممکن است و بر قدرت بودن همیشگی نیست. این کوته نظری و بیفکری نتیجه اوضاع اجتماع همراه و مربوط به مقام است که در عقل همشان یخ بسته. مخصوص شاه و شهبانوی تنها نیست، بلکه همه حکمرانان در همین گودی غوطه‌ورند و تصور جاویدان و رو این تن بودن دارند. حکمرانان که شخصیت‌های عمومی هستند خواهان شنیدن انتقاد نیستند و خود را پاک و بی‌گناه می‌دانند. خودبینی یکی از صفت‌های روانی صاحب مقام است. همه دستگاه‌ها باید برتری حکمران را به هر صورتی منعکس کرده و به مغز بره‌ها وارد کند. دستگاه سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران همین کار را میکرد. آقای قطبی سیاست و خط مشی آن را اداره نمیکرد. بیشتر مشغول تأسیس ایستگاه‌های فرستنده و بهتر شدن پخش و امور فنی بود. هر بخشی مدیری داشت که در چارچوب به تعیین شده کار میکرد. این مدیران اگر عقیده سیاسی مخالفی داشتند نمیتوانستند آن را بروز دهند. هنگام انقلاب دست و پاگیری های سیستم را از عقل برکندند و به انقلابی ها گرویدند. وقتی شاه در اواخر سال 1972 به کشورهای اروپای شرقی مسافرت کرده بود، از بخش اخبار رادیو تلویزیون ملی ایران به دفتر بیروت تلکسی آمد که در آن خواسته شده بود نوشته های روزنامه های لبنان و دیگر کشورهای عرب را درباره این مسافرت جمع و برایشان بفرستیم. با آقای صفا حریری گفتم چیزی ننوشتند. او گفت حالا یه چیزی بینیست. نشسته و صفحه های روزنامه ها خبرهای کوتاهی را جمع کردند که به این مسافرت اشاره شده بود و آن شاخ و برگ داده با تلکس به تهران فرستادیم. متن آبدار و اغراقی همانطور پخش شد.
همان روز آقای رهنما وزیر اطلاعات وقت تلکس هایی به روزنامه های جیرخار در خارج فرستاد که خبر سفر اعلی حضرت را بزرگ و مهم منتشر کنند. این درویی شاه و اطرافیانش را شاد می کرد و به خود بینیشان می افزود. آنان که دستشان در کار بود به حقیقت توخالی بودن ادعاها بیشتر وارد بود. تظاهر و عدم صداقت پوکی رژیم را می افزود و اطرافیان آگاه از پوشالی بودن شخص اول و سیستمش نخستین فراریان بودند. رادیو تلویزیون ایران فرصتی را از دست نمی داد مگر شاه را بزرگ و عظیم نشان دهد و همه لقبهای تملق آمیز را برایش می ساختند. اگر این سیاست را این دستگاه اجرا نمی کرد، آقای قطبی یک روز هم در مقامش باقی نمی ماند. ایشان خود را از درگیری در این مسائل دور کرده بود. سیاست بزرگ نمودن شخص و کارهایش به صاحب مقام این تصور را می دهد که بسیار مهم است. این روش یکی از علل ایجاد نفرت و بیزاری عمومی می باشد. هر روز که مردم از خواب برمی خیزند با دیدن عکس و شنیدن اخبار حکمران فعالیتشان را آغاز می کنند. کسی به عکس العمل و احساس درونی برها به این پیامهای توخالی توجه نمی کند و چوپان مایل به دانستن حقیقت نیست، فقط آماده شنیدن متن از اطرافیان است که همه چیزش را خوب و زیبا برایش نقاشی کنند. نوشتن پیام شنیدن صدای انقلاب و دادنش به دست شاه شاهد عدم درایت و بیدانشی نویسندگانش است که از حقیقت و واقعیت اوضاع و احساسات مردم و جریان بالا گرفتن تقاضاهای انقلابی ها دور بوده و در چارچوب محیط مغز خود زندانی شده بودند. به اضافه گرایش های چپی و انباشته هایش در عقلشان به ایشان این تصور را داده بود که اوضاع مهیا شده تا آنان نقش قهرمان و نجات دهنده ملت را بازی کرده و آرزوهای سیاسیشان را عملی سازد. اما خواندنش از سوی شاه بی‌لیاقتی و سستی در تصمیم گیری را در یک شخصیت نشان می دهد که خود را رهبری بزرگ و بالاترین در دنیا می دانست و به هیچ وجه از کمبود مغزی و انباشته های بیشعوری خود اطلاعی نداشت. نگارندگان و خواننده آن پیام از درک و فهم اوضاع نتوان بودند. علت اصلی همان بیدانشی و ندانستن حدود و توانایی مغز خیش است. همین بیخردی سبب می شود که حکمران سیستمی جهت آسایش خیش تهیه کند که بر خاموش ساختن و خفه کردن مخالفین پایه‌گذاری شده و نتیجهش به سطوح آمدن مردم و سقوط چوپان است. در اینجا کلمه چوپان به کار بردم، زیرا همه حکمرانان خودبین هستند و ارزشی برای ملت قائل نمی باشند و همه افراد را وسیله رسیدن به آزهای خود می دانند. ادعای خدمت به مردم می کنند اما در حقیقت مردم را برده می دانند که به آسانی به میدانهای جنگ فرستاده تا قربانشان شوند. در کنار خیش اطرافیانی جمع می کنند که همواره بگویند جان نثار، قربان، فدایت شوند. کمتر شخصی میتواند این عبارتها را هر روز شنیده و پس از مدتی باور نکند. پس از عادت اگر نشنید آن را اهانت تلقی کرده و به وسیله ای بیانش را قانونی و ضروری میسازد. وقتی شاه ادعا میکند در زمانش این و آن پروژه را ساخته، نمیتواند درک کند که این کار را او نکرده. پول نفتی که از خارج آمده و به جیبش میریخت سبب انجامش شده بود. چرا قبل از بالا رفتن نرخ نفت این انجامها را عملی نساخت؟ چرا از تهیه درآمد در یک کشور پهناور و ثروتمند ناتوان بود؟ آیا انجام این پروژه ها به بهترین شکل صورت گرفت؟ پولی را خرج کرد که برای کسبش زحمتی نکشیده و برای دست آوردنش طرحی تهیه نکرده بود. آقای علی نقی آلی خانی در مصاحبه‌هایشان گفتند با دو وزیر دیگر یک برنامه اقتصادی کامل تهیه کرده که به حضور شاه ببریم. آقای اسدالله علم این اقدام را بیهوده دانست و گفت شاه آماده سخن شنیدن نیست. این شاه، شاه سابق هم نیست. نتیجه این شد که شاه بوده ارتش و سازمان امنیت را افزایش داد. با نادانی به عدم تسلط بر عقل دستگاه‌هایی را به فساد کشید که مهم می شمرد و نمی دانست ظرفیت و توانایی خرج کردن مبلغ‌های گزاف را نداشتند. پخش و پلا نمودن درآمد ملی در طی فقط دو سال سیستم پوشالی را به سراشیبی برد. وضع اجتماعی ما که خود جلوه دادن را امتیاز شناخته موجب گمراهی می شود.
احساس نمایش برتری تو خالی همه ما را به بیراهی میبرد و در شخصیت‌های عمومی موجب سردرگمی میشود. عکس‌هایی را آقای سربی نشان دادند که در آن شاه نشان و مدال‌های گوناگون به خود آویزان کرده بود. از نقطه نظر یک شخص خارج از این محیط چنین کاری نافهمی محض است. بنابر تراوش مغز شخصی که به این شکل خودش را نمایش می‌دهد، این تظاهر مهم و ضروری شمرده می‌شود. علت همانا تسلط احساسات و معیارها بر مغز می باشد که اجازه اندیشیدن و انتخاب صحیح به صاحبش را نمی دهد. هرچه شخص از داخل خالی تر باشد، بیشتر به ظاهر خود می رسد و بیشتر خودنما می شود. همینطور شخص ظاهربین از عمیق شناسی دوری می گزیند. شاه و ملکه خودنمایی را محور نمایش خود و نشاندن خیش می دانستند. در اثر برنامه‌های تاجگذاری و جشن‌های 2500 ساله و تبلیغاتی که دستگاه‌های داخلی و مزدور خارجی می‌کردند، اینقدر در این نافهمی پیش رفتند که خود را بالاترین فرد دنیا می‌شناختند. گفتار پرزیدنت کارتر در آخرین سال حکمرانیش را شاه باور کرد و جنبش مردم را ناچیز دانست. آقای جعفر رائد در یک دیدار تعریف کرد و گفت شاه پس از ترور ملک فیصل برای تسلیت به عربستان آمد. در کاخ ملک فهد با پادشاه عربستان و دو برادرش عبدالله و سلطان ملاقات کرد. من در برابرش ایستاده بودم. هرگز از من نخواست که بنشینم. در مدت 2 ساعت ملاقات تنها او بود که حرف میزد و من سخنانش را ترجمه میکردم. در این سخنان به ملک فهد پادشاه نو عربستان طرز حکمرانی را آموزش میداد. در طی این 2 ساعت میزبانان اغلب ساکت بودند. این رفتار نشان دهنده خودبینی خارج از حدود و فهم است. شاه سفیر کبیرش را داخل آدم نمی‌دانست که در برابرش بنشیند. نمی‌توانست بفهمد که با عدم احترام و تقدیر از نماینده خود و کشورش به هر دو اهانت می‌کند. همچنین تصور می‌کرد مخاطبینش آدم‌های تازه به دوران رسیده هستند، نیاز به آموزش مردی دارند که در میان خود می‌خوانندنش پسر مهتر یا تیمارگر اسب. خودبینیش به درجه ای رسیده بود که برای شخصیت‌های دیگر اعتبار و احترامی قائل نبود. در مصاحبه شاه به یک خبرنگار خارجی ادعا کرد که به کارکنان دولت احترام می‌گذارد و مثال آورد. در کنفرانس اخیر اوپک در ایران و هنگام افتتاح و در حضور همه شرکت کنندگان وزیر نفت ایران را آقای آموزگار رئیس محترم جلسه خواندم. مثل اینکه رؤسای دیگر کشورها در کنفرانس ها جز این وزیران کشور خود را مخاطب قرار می دهند. در مصاحبه های دیگر ناچیز شمردن پیشنهادهای مشاوره را افتخار می داند. با بررسی وقایع گوناگون می توان گفت که عقل انسان توانایی تشخیص و رفتار صحیح را ندارد. نیازهای شخصی و اعتبارهای اجتماعی معمول موجب می شود که از انجام درست و عاقلانه دور شود و بنابر معیارهای انباشته شده در مغز رفتار کند و بدون اینکه زحمت کشیدن اندیشیدن به خود بدهد. دخالت فرح خانم در امور دولتی و تصمیم‌های شاه نشان از خودبینی ایشان است که مانند همه از ناتوانی و عدم درک خیش بی اطلاع هستند و در همه چیز دخالت کرده و رأی می‌دهند بدون اینکه دانش و تجربه لازم را داشته باشند. به علت بی تجربگی برای دیگر شخصیت‌ها و دانش و علم و تجربهشان احترام قائل نیستند. هرگز فکر نمی‌کنند شانس تنها سببی بود که ایشان را به مقام رسانده و امکان این دخالت‌ها را فراهم آورد. این وضع نسبت به رضا پهلوی هم صدق می‌کند که به خود اجازه می‌دهد طرح و نقشه کشورداری بدهد و در مسائلی خالت کند که هرگز دانشش را نیافته. اما برقراری روابط نامشروع خانم فرح با آقای جوادی به 2 علت صورت گرفته که باز خارج از عقل انجام پذیرفته: نیاز بدن و فشار احساس. در پیروی از عقل غربه می‌کنند. ایشان به علت فشار این 2 عامل این کجروی اجتماعی را پیش گرفتن. نیاز بدن و برآوردنش توسط شخصی که مورد علاقشان بود قابل درک است. عامل دوم احساسات بود که موجب شد ایشان برای انتقام و آرام ساختن خیش از خیانتهای شوهر که در تمام مصاحبه ها انکارش کرده اند و از طرفی دیگر احساس مساوی و مهم بودن و فهماندن شخصیت و روان خیش که من نایب السلطنه در سطح سلطان هستم و می توانم مثلش باشم. همانطور که آقای انصاری گفتند فرخ خانم انسان بدی نبود،
این شرایط وضع زندگی و عامل خارج از عقل بود که ایشان را به این راه فرستاد. در بیشعوری احساساتشان منطق و دلیل آرامش را ساخته و با تکرارش از احساس به گناه رهانیده. برای به دستگیری پست مقامهای بالا کسی گواهینامه و مدارک نمیخواهد و این یکی از سیستم های اجتماعی انسان است که در طی همه دوران تکرار شده. کسی نمیپرسد آیا این شخص لایق وزیر شدن، نخست وزیر شدن و یا پادشاه شدن است. عدم اعتراف به عدم توانایی در تسلط بر عقل و داناشناختن خیش در طول تاریخ بزرگترین مصیبت ها را بر انسان وارد کرده. تا هنگامی که موضوع عقل چون یک عضو درونی بدن و طرز فعالیتش در برنامه های تحصیل به همه انسان ها تعلیم داده نشده، تا وقتی که انسان به حقیقت وضع خود آشنا نیست، به کمبودها اعتراف نکرده، مصیبت ها پی در پی میرسند و بهبودی وضع خارج از انتظار است. تسلط نیروهای گوناگون و معیارهای اجتماعی و اقتصادی عقل را از درست کاری دور می کند و موجب می شود کجروی و یا کاری غیر عاقلانه کند و در خیال خود همه حق به جانبی را بیافریند. شاه هم انسان بود. فرح و همه کسانی که در دربار بودند بدون دانش کافی و آشنایی به واقعیت خیش به کارهایی دست زدند که امروز ما از آن انتقاد می کنیم. همین وضع در تمام دورانهای تاریخ تکرار شده. اگر خودشان و ما در خیال خیش به آن توانایی خارق العاده بودن داده ایم، خودشان و ما در خیال خیش به آنان توانایی خارق العاده بودن داده ایم. این به علت جریان‌های روز و وسایل تبلیغات و اطلاعات تزریق شده به مغزمان است. کمتر کسی یافته که به مقام اول برسد و ادعاهای برتری نکرده باشد و یا پیروان به آنان صفتهای فوق العاده نداده باشد. تکرار همین وضع را در اوضاع و احوال حکمرانان بعد از انقلاب میتوان یافت. رهبر دستوری میدهد و کسی با آن مخالفت نمی کند. دستگاه های تبلیغاتی آن دستور زهردار، غلط و ناجور را چون عطر خوشبو به مغز مردم تزریق می کند. اطرافیان به به و احسن میگویند و رژیم را به پوشالی میبرند. این وضع تکرار میشود. مردم به سطوح آمده و به طرزی اعتراض کرده و رژیم سقوط میکند. گروهی دیگر بر سر کار میآیند و باز جریان تاریخ تکرار میشود، زیرا رژیم نو مشکلها را از اساس حل نمیکند و فقط توان وصل پینه دارد. نسلی دیگر همین اوضاع را شرح میدهند. تکرار و باز تکرار، اما حل هرگز. برایتان شناخت خیش و دیدار و دیدی بهتر آرزو می کنم. شاید حلی اساسی برای این انسان بر این کره بیابیم. بسیار ممنون از این دوستمون که واقعا با این صحبت ها صحه گذاشتن به گفته های آقای احمدعلی مسعود انصاری و دوستانی هم که هیچ شکایت می کنن که چرا امروز این حرف رو میزنیم؟ اگه دیروز هم میزدیم همینو میگفتید، اگه صبر کنیم فردا هم بزنین همینو میگفتیم. پس این که میگن هر سخن جایی یا هر نکته مکانی دارد، جای این سخن همین الان است، جای این سخن فرداست، یکی باید بیاد و بگه. و اما امروز در نیویورک یه بمبی خوشبختانه قبل از اینکه اون جایی که باید و اون طرف میخواسته منفجر بشه، یه آقای 27 ساله‌ای فکر کنم مال سنگاپور هم بوده، زودتر منفجر شده، خودش زخمی کرده و 3-4 نفر دیگه شاید هم بیشتر. ولی چون موقع صبح تو نیویورک خیلی شلوغ هست و اینا، این یکی از شانسایی بوده که نیویورک آورده و به اصطلاح این بمب قبل از این که برسه به اونجایی که میخواسته منفجر بشه، چون زیر زمین هم هست. حالا چقدر این قدرت داشته و اینها، بعدن اگه منفجر میشد اونجایی که میخواست چه کار میکرد، چه صدماتی میزد به اون منطقه تایم سکوئر، درست اون مرکز نیویورک، توریستا، خریدای کریسمس، اینها نمیدونید الان چه قوقایی هست. من یه سالی رفته بودم برای این خانم کلینتون اونجا، اصلا ایام کریسمس نیویورک دیدنیه. و بعضی ها میگن نرین، چون گفتن که اصلا نوشته بوده که مسلمان های تندرو گفته بودن که ما با بابا نوئل میایم و کادو هم براتون میاریم، یعنی میام منفجرتون میکنیم. ولی بعضی ها میگن که نباید از این تهدیدها ترسید و باید رفت. حالا شما اگه میخواستین برین نیویورک، والا خود من میخواستم
31 برم یک نمایشی هم اونجا برم ببینم، اون لاین کینگ که الان 20 سال نمایش هست و اینها، ولی الان یک کمی دارم فکر میکنم ما نوه دوممونم در راه هست، یک کمی باید دست به عصا را بیم. و اما یه دوستی برای من فرستاده بود که آقا اسرائیلیا 8 میلیون تا 9 میلیون هن، فلسطینیا 4.5 تا 5 میلیون هن. آقا بگو 9 تا اینا 5 تا، وقتی بگه یه استیته باید به اون 5 میلیون هم حق رأی بده، اون وقت چی میشه؟ میشه 2/3، تازه از 2/3 بالاتره. در هر صورت این از این ماجرا. من پیام این دوستون براتون پخش میکنم که ببینید، وقتی بهتون میگم ازتون خواهش میکنم لطف کنید اگه به یه کسی زنگ میزنید اسمتون رو بگید، این پیام رو با هم بشنویم. 19 ثانیه است ولی باعث میشه که آدم فکر کنه این کیه، حالا من چه کار کنم. گوش بدیم. چون بهت قول داده بودم که اگر به آمریکا واشنگتن اومدم بهت زنگ بزنم، دارم زنگ میزنم الان که درود بفرستم و فردا هم عازمم برمیگردم. خدا نگهدارت تا بعد. حالا مغز شما شروع میکنه چه کسی به من قول داده؟ من برای هر کی نامه می نویسم، ایمیل می نویسم، فیسبوک می نویسم، تو برنامه صحبت می کنم، میگم اگر یه وقت اومدید واشنگتن با هم یه نوشابه‌ای بخوریم، یه چلو کبابی بخوریم. خیلی هم میرن وقتی دارن برمیگردن، اومدیم دیگه دیر شد، حالا ترسیدی که مثلا ما بریم یه چلو کبابی بخوریم $15 هم بخواد بده. خیلی هم میگن واقعا گرفتار بود. هی خدایا، گفتن این شماره تلفن به نظر من آشناست، مال کیه؟ مال بچه های وایس آف امریکان، خیلی هم شماره تلفن خوب و ردیفیه، مال واشنگتن هم هست. بالاخره گفتیم حالا بذار تکست میفرستیم. نوشتم که با تکست من پیام شما رو گرفتم، ولی بهتر بود که شما میگفتی کی هستی، چون صداتون رو از این تلفن تو ماشین داشتم گوش میدادم نفهمیدم. الان اینجا شادم چون میدونم کیه، صداش به نظرم آشنا اومد. بعد برای من نوشت که من اهورا هستم، حخا رو نمیشناسی؟ گفتم حخا رو خوب میشناسم، اگه شما به من بگی دروغگوها رو به ترتیب اسم ببر، میگم حخا، نه نه نه، اول باید بگی خمینی، خمینی، حخا، رجوی، مریم، همینجوری همه رو میشناسم. ولی دوست عزیز زنگ که میزنی، من زنگ زدم که بهت بگم چون گفتی اومدم هستم. من بعد براش نوشتم خب حالا خیلی خوش آمدی، ولی من شنبه و یه شنبه دارم کار میکنم، دارم ویدیو میگیرم، اسایمنت دارم، و شما کجا هستی؟ میتونیم همدیگر ببینیم؟ من تو فلان شهر هستم، اسم اون شهر رو نوشتم. گفتم اگر آمدی، چون قبلا ایشون بغل پنتاگون توی کریستال سیتی و الکساندریا و اینا زندگی میکرد، ولی الان که رفته حقوق مفت اروپا رو داره میگیره، من نمیدونم کجا زندگی میکنه، هر وقتم میاد یه جا میمونه. و چون بهتون گفتم که هفته پیش به منم تماس گرفتن که سه شنبه بیاین بریم بغل پهلو آقای ترامپ، ازش بخوام که آقا چیکار میکنی دیر شده، شما گفتی همون ماه اول آخونده رو از بین میبریم، من گفتم آقا برید، به قول بابای من میگفت برید ننتون شوهر بدید، یعنی برید برای مادرتون یه شوهر پیدا کنید که پشت سرش حرف نباشه تو خیابون. در صورت گفتم بریم. شاید آقای حخا هم برای همچین چیزی اومده واشنگتن، نمیدونم. در هر صورت بعد دیگه جواب نداد و الان احتمالا رفته. و آقای اهورا یزدی یا همون فتولاه یزدی، اگر دوست داشتی با اسکایپ یه دفعه با هم صحبت کنیم، ببینیم این 55 تا هواپیمای شما که قرار بود برن ایران، پنچریشون تموم شد، تعمیرشون کردی یا نه. دوستان عزیز، ساعت 3:28 دقیقه است، بذارید یه دونه عکس دیگه یا نوشته دیگه هم بهتون نشون بدم. این جمکران هم نشون دادم، و اما یتیم رو نشون بدم. ایام تعطیلی و کریسمس و اینها هست، برای بچه هاتون چی میخرین به فکر بچه هایی هم باشید که فقیرن، مخصوصا چون آخوندها به اصطلاح پولا رو میخورن، به مردم نمیدن، به بچه ها نمیدن. شما سعی کنید از طریق فامیلتون، از طریق دوستانتون به اونها کمک کنید. اشک یتیم. روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست، پرسید زن میانه یکی کودک یتیم، که این تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست،
دانیم آنقدر یا آنقدر که متاعی گرانبهاست. نزدیک رفت پیرزنی گوش پشت و گفت این اشک دیده من و خون دل شماست، ما را برخت و چوب شبانی فریفته است، این گرگ سالهاست که با گله آشناست. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن داشت رهزن است، آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست. بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست. این شعر رو پروین اعتصامی گفته. من نمیدونم دقیقا پروین اعتصامی چه سالهای زندگی میکرده، ولی دوستان نگاه کنین، ماجرای پادشاست، ماجرای گوشپشت زنی به اصطلاح قوزیه، ماجرای یتیمه. مثل که این ماجرای آخوندا فقط نیست که 40 سال اومدن پدر ما رو در آوردن، پادشاهام یه جوری این جاده رو برای آخوندا فراهم کردن. یک همین آقای حقا به من میگه که شما چرا از آخوندا چیزی نمیگی؟ میگم عزیز من شما این همه گفتید به کجا رسیدید؟ بذارید من اقلا به مردم بگم اگر امروز اسهال دارید خوراک دیروز فاسد بوده، دیگه خوراک فاسد نخورید. خوراک فاسد کجاست؟ اون بر آب توی مریلند، خانم فرح دیبا و رضا پلوی. ساعت 3:31 دقیقه است، بریم سراغ آقای چمنارا ببینیم که ایشون چی میگه. این نشست های پلتاک، این دوستان پانیرانیست به کجا رسیدن؟ این همه نشست چه قدمی برداشته شده؟ آیا اینها هم مثل این خانم محبوبه حسین پور افتخارشون اینه که 43 بار رفته جلو فدرال؟ خب 43 بار هیچ، شما 100 بارم بری وقتی برنامه‌ای نداشته باشی همون میشه. دوستان عزیز، آقای سهراب چمنارا رو داریم، ویدیوهای ایشون رو. آقای چمنارا اگه اسکایپ چیزی روشن هست خاموش کنید، چون تصویرتون به اصطلاح جمپیه، یعنی جرت میچسبه اینجوری میشه، یا دوربین جدیدی گذاشتید. در هر صورت من تصویر شما رو نشون میدم، بعد خودتون متوجه میشید احتمالاً اگر چیزی روشنه اونا رو خاموش کنید. دوستان عزیز، با آقای سهراب چمنارا هستیم، ویدیوهای ایشون رو پخش کردم براتون. من انتقاد کردم، ایراد گرفتم از اون برنامه‌های مصاحبه‌ای که ایشون میذاره. بعد یک دوستی یک ایمیل جمعی فرستاده بود که از پان ایرانیست‌ها بود و ادعا میکردن که 70 نفر در، حالا من نمیدونم، 80 میلیون نفر، ای کاش اقلا 80 نفر جمع شده بودن که میگفتیم یک در میلیون، ولی 70 نفر جمع شدن در پلتاک. دوستان عزیزی که پلتاک رو نمیدونن چیه، یه سیستمیه که الان دیگه کم کم هم به فراموشی سپرده شده، چون انقدر سیستمای کنفرانس‌های دیگه و اینها اومده که اون فقط همین برای دوستانی مانند آقای کیانزاد و دیگران هست، که ما حالا نمیخوایم خدای نکرده اینجا بگیم ما بیشتر از اونا تکنیکی هستیم و بلدیم، چون از همه ما بهتر آقای مهندس سهراب چمنارا این تکنیک و اینها رو میدونه. ولی صحبت من با ایشون اینه، وقتی که نوشتم این همه، اون روزم خوندم براتون، این همه نشست گذاشتیم، به شوخی هم به جای این که بگم بازنشست گفتم نشست هممون باز شد. من وقتی هم میگم خودم هم جز اونا میگیرم. آقای کیانزاد و چند تا دوست دیگه بهشون برخورده، آقای چمنارا به نیابت از اونها گفته شما به من اجازه بدید تا من برم و حساب این سربی رو برسم. میکروفون در اختیار آقای چمنارا، هم درباره ویدیوی خودشون با اون خانم، اسم آقای خانم خورشید، با اون صحبت کنن. منظور از این ویدیوها چیه؟ آیا پلنی برنامه دارید؟ و منظور از این پانیرانیست، اینا چه حزبی هستن؟ مرامشون چیه؟ ما دیدیم اون ویدیوی بحرین و اینا رو، و برنامه فرداشون چیه؟ آیا این مثل نشستایی که دوستانی که شطرنج بازی میکنن، تخته بازی میکنن، یه جا جمع میشن، یا واقعا اینها میخوان یه حرکت سیاسی اجتماعی انجام بدن؟ بفرمایید، خیلی ممنون که با ما هستید. درود بر شما جناب سربی، و سلام و درود دارم خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن. میهن قربان، تلویزیون مردم. مردم، بله. خب فرق نمیکنه، همه تلویزیون ها همه یکی هن، همه دوستان هم هستن. عرض کنم حضور انورتان که اول در مورد پان ایرانی
ایستا بگم، پان ایرانیستا جبهه ملی تنها دو حزب قدیمی ایران هستن، حزب و جبهه قدیمی ایرانی هستن که الانش هم در ایران دفتر دارن و فعالیت میکنن. اصولا شما انتظار دارید که از یک عده‌ای که دور هم جمع میشن یه صحبتی میکنن، اینها بتوانند همین فردا در این مدتی که با هم بودن رژیم در ایران عوض بود. همچین چیزی نیست. اولا این جلسه پالتا که پان ایرانیست، من یک توضیح بدم خدمتتون. بعضی موقع 100 نفر، بعضی موقع 200 نفر، بعضی موقع 90 نفر میان توی این جلسه پالتاک، و در پالتاک یک موضوعی مطرح میشه هفته قبلش و از یه عده دعوت میشه به مدت 10 دقیقه بیان در مورد اون موضوع صحبت بکنن. این مدت هاست که ادامه داشته. جلسه قبل موضوع صحبت درباره منافع و مصالح ملی و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. بندم یکی از سخنرانان اونجا بودم، بوده 10 دقیقه یک چیزی نوشتم و اینه الانم به اتفاقا میخوام تو این برنامه امروز از رو بخونم. دیگران هم صحبت کردن، 12 نفر دیگه هم صحبت کردن. حالا بعد خب اینها هم جز ایمیل لیست پان ایرانیست یه عده‌ای هستن، من جمله مثلا فرض بریم مثل رادیو مانی، ایشان هم گیرنده این ایمیل بود، همون چیزی که شما گرفتید ایشان هم گرفت و تلویزیون میهن هم گرفته، شما هم گرفتید. منتها خب شما یک به اصطلاح جواب مؤدبانه دادید که آقا این همه نشستید چه کار کردید، این همه بقیه نشستن، این همه در این 38 سال نشستن چه کار کردن. پان ایرانیست هم یکی از این هاست که داره به فعالیت خودش ادامه میده. ولی 38 سال که سهل، اگه 40 سال دیگه هم باشه، پان ایرانیست همین عقایدی داره که 70 سال پیش، یعنی همون موقع که شاید من و شما هم متولد نشده بودیم داشته. به هر حال این از این. این یک جلسه به اصطلاح مشورتی، همونطوری که شما هم یه 2 ساعت برنامه میذارید میایید صحبت میکنید، یه نفر از شما سوال نمیکنه که آقا این 2 ساعتی که شما میایید صحبت میکنید میخوای کجا رو بگیری. حالا البته شما نمیخوای رژیم عوض بکنی، ولی از شما این کسی سوال نمیکنه که آقا میخوای چی کار بکنی. خب شما خب اجازه بدید آقای چمنارا، چون شما به من گفتید میخواین یه چیزی رو بخونین، من میکروفون رو در اختیار شما گذاشتم، ولی اینجوری که سوال میکنید بذارید اینا رو یکی یکی بگیم. شما اولا گفتید که اگه 70-80 نفر یه جای جمع میشن نمیشه ازشون پرسید فردا میخواین چه کار کنید. قربونت برم 40 ساله، به قول شما حتی 70 ساله این جبهه ملی و این پان ایرانیست و حتی توی حکومت به اصطلاح خفقان اینا حزب دارن، خب باید یه برنامه برای فردا داشته باشن. و ضمناً اگر کسی به من زنگ بزنه از من سوال کنه آقا شما میخواید چی کار کنی، میخواید چه چیزی رو بگیری، میگم من هدفم این بود که وقت شما رو بگیرم و با موفقیت همین انجام دادم، وقتتون رو تلف کردم و پولش هم دارم میگیرم از اون جایی که باید بگیرم. ولی این دوستان اگه شما ازشون سوال کنید هدفش شما چیه، پلنتون چی بوده، شما خودتون نقشه‌ای که ما اون وقتا میکشیدیم توی برق رو کاغذ کالکو اینا واردید، اگر یک نفر میاد میگه که این نقشه‌ای که کشیدید تا کجاش رسیدید، شما میگی ما تابلوها رو ساختیم، شمش‌ها رو نصب کردیم، آمپرمتر و ولتمتر رو گذاشتیم، کلید کاردی رو گذاشتیم، به اصطلاح اون دیگه چی بود، کنتاکتورها رو گذاشتیم، ولی نمیگید که ما فعلا یه پرده انداختیم روش و به شما نمیگیم. خب اگه بخوب به کسی نمیخواین بگین این برنامه مخفیانه است، همون بره مثل خمینی بشینن زیر یه درختی یه دفعه ظهور کنن. اگه مخفیانه نیست، حزب جنبش یه چیزی رو پویا هستن، به اصطلاح ایستا نیست. شما میگی اینا مثل ما 70 سال پیش، خب اگه یه حزبی 70 سال پیشش و امروزش یکی باشه که باید به حالش گریست. ولی اگه برنامه‌ای دارن شما به من بگید از ای بی تی تا زی و وای و اکس و اینا به کجا رسیدن، یا از الف تا یه امروز رو چه حرفی رسیدن،
بفهم. حالا در یک کلمه خلاصه میکنیم، این برنامه روشنگریه. خب نتیجه روشنگری اینه که اگه اجتماع ایران روشنگری در اونا شروع بشه، باعث میشه که رژیم تغییر بکنه. این نهایتاً به اینجا میرسه. حالا شما اونو چه بذار کنار و بعد مسئله روشنگریه، من دارم میگم که ویدیویی که برای شما فرستاده شد موضوع صحبت اینجا این بود. بنده الان خودم جزء چندین گروه هستم، دور هم جمع میشیم، ساعتها حرف میزنیم با هم، خب یه عده حرف میزنن در مورد کارهایی که میخوام بکنن، ما میریم با هم همین افراد روشنگری میزنیم. ولی خب شخص خود من که شما بهتر از هر کسی میشناسید که من یک هدف دارم و این هدف هم همینه، این آینه میبینید، اینه دادم، اینه به صورت نقشم که همین الان شما گفتید به صورت نقشه دادم، تغییر قانون اساسیه، اون چیزیست که تو که. ولی افرادی که آمدن، 10-20 نفری که حرف زدن، 90 نفری که آمدن، اینها از گروه های مختلف هستن که با من بسیاری از اینها 180 درجه اختلاف عقیده دارن. ما هدفمون دور هم جمع شدنه و صحبت کردنه تا اینکه عقاید همدیگره بفهمیم، شاید از توش یه چیزی در بیاد. بندم اونجا میرم با وجودی که همم میدونن که من تغییر قانون اساسی هدفمه و فقط در مورد اون فعالیت میکنم و احیای ارکان هویت ایرانی، ولی خب میرم اونجا صحبت میکنم. چون موضوع از این قرار بود، بنده این چیزی که الان اینجا نوشتم اگر اجازه بفرمایید میخوام این رو بخونم و حدود 9 دقیقه و 30 ثانیه است. بفرمایید. منافع و مصالح ملی و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. وقتی این موضوع را آقای دکتر کیانزاد برای من فرستادن، چون میدانستم باید در 10 دقیقه سخن بگویم، متنی را تهیه کردم که از رو بخوانم. این متن هست و اگر خواستید آن را بعداً برایتان ایمیل میکنم و در تلگرام خودم میگذارم. فکر کردم باید حرفی زد که یک جمع‌بندی از دانسته ها و آنچه که مردم کوچه و بازار در داخل ایران می دانند باشه. اول باید مصالح ملی را از موضوع سخنرانی پاک کرد، چون در 40 سال گذشته اگر حرف از مصالح ملی در این رژیم بزنیم یک شوخیه. برای تجسم موضوع مصالح ملی مجسم کنید شخصی وارد غار علی بابا و 40 دزد بغداد بشه و بخواد از مصالح ملی شهر بغداد برای اون 41 نفر صحبت بکنه. مسلم بدانید 41 نفر دزد فکر میکنن این شخص یک برنامه فکاهی میخواد اجرا بکنه. به هر حال بعد از جنگ 8 ساله آنچه را که اتفاق افتاد باید از زبان رفسنجانی که لقب دیگر ایشان آیت الله بیزنسمن بوده باید شنید. آقای رفسنجانی تنها طلبه پولدار فیضیه بود که خانواده ایشان به اصطلاح ثروتمند و یک باغ پسته نیم هکتاری در رفسنجان داشتند. سالهاست که همه می دانند این خانواده چند 10 میلیارد دلار فقط نزد سلطان برونه به امانت گذاشته. آخوندها در دفاع از ایشان می گفتن که ایشان از اول خانواده ثروتمندی بودند. حالا بگذاریم. ولی آقای رفسنجانی 30 سال پیش می گفتن که بعد از جنگ ما فکر کردیم با این نیروی 1 میلیونی که دفاع مقدس را مدیونشان بودیم از جبهه برگشته چه کار کنیم. هم نیروی انسانی معتقد و هم وسیله داشتیم. خب تا اینجا درست. لذا با تشکیل شرکت خاتم الانبیا سپاه دوران سازندگی ایران را شروع کردیم. رفسنجانی که میگویند آخوند واقع گرایی است، به خوبی نصیحت ارسطو به اسکندر را در نظر داشت که برای کنترل اوضاع ایران بزرگ باید افراد ناشایسته را در رأس امور بگذارد. به مرور هر کار بزرگی از لوله کشی گاز و نفت گرفته تا تلفن و راهسازی و فرودگاه سازی با ترک مناقصه به خاتم الانبیا داده شد. در پایان جنگ فرسایشی 8 ساله برای مردم ایران، پایان جنگ آنقدر امیدوار کننده و شادی آفرین بود که ترک مناقصه و دادن همه کارها به سپاه آنچنان ناگوار نبود.
در میان این کارها سپاه مناقصهای اصلوی همون پارس جنوبی و بخورهای میلیاردی و سایر کارهای خاتم الانبیا که قراردادهای چندین میلیارد دلاری با دولت میبسته و به نصف قیمت کار را از دست دوم به شرکت‌های چینی و مالزی و اندونزی میداده و آنها هم با برداشت 30-40% کار را به شرکت‌های کننده کار در داخل ایران که بنده خیلی از آنها را خوب میشناسم و دوستانم هستن میدادن. ولی آنچه که سپاه و خاتم الانبیا در مورد سدسازی و کشاورزی در ایران کردند، نسل‌های آینده ایران با لعنت از آنها یاد خواهند کرد. سخنرانی‌های زیادی در این مورد هست، ولی ویدیو جدیدی از یکی از استادان دانشگاه ایران اخیراً دیدم که ایشان پیشنهاد می‌کردند باید در بیابان‌های ایران قرارداد سدسازی با سپاه بسته شود و بعد از ساختن سد آن را خراب کنند و دوباره بسازند. آخرش هم میگه تو را به خدا دست از سر مردم بردارید. آنقدر در چند سال گذشته درباره آبهای زیرزمینی و کشاورزی ریزکردها و خشک شدن دریاچه ها و تبدیل بلوچستان و خوزستان و آذربایجان به بیابان در 20 سال آینده گفته شده که ما وقت نداریم در اینجا به آن بپردازیم. آنقدر درد دل داریم که ناخودآگاه از بحث اصلی خارج می شویم. ولی درد دل مردم ایران و حتی آنها که در جبهه جنگ جانفشانی کردند این است: آیا نتیجه آن همه جانفشانی سپاه و 1,000,000 کشته و زخمی جنگ این بود که یک آشپز چاق و چله سپاه در پشت جبهه یعنی رستم قاسمی بعد از جنگ بشود فرمانده سپاه خاتم الانبیا و بعد وزیر نفت احمدی نژاد و بعد با چند نفر دیگر از سران 20 میلیارد دلار در برزیل سرمایه گذاری کند؟ و یا آقای احمدی نژاد سپاهی تیر خلاص زن خلخالی در کردستان و موتور سوار اطلاعاتی قبل از شهردار شدنش و رفیق دوست و چند شریک دیگر 15 میلیارد دلار در ونزوئلا شهرسازی بکنند؟ اینها را که عرض کردم، مردم در داخل ایران و سپاهیانی که در جبهه جنگ بودند و الان از بیکارهای رژیم هستند و بسیاری از سپاهیان میدانند، همه میدانند آقای رستم قاسمی رئیس خاتم الانبیا و بعد وزیر نفت احمدی نژاد آشپز پشت جبهه بوده و هرگز فرمانده 4 نفر هم نبوده به غیر از آشپزهای بردستش. او را در گوگل سرچ کنید، فقط به قیافه و هیکل چاق او نگاه کنید. حالا در ویکیپدیا که سوابق ایشان را جمهوری اسلامی در ویکیپدیا نوشته، متولد سال 1343، در سال 1360 در سپاه استخدام می شود، یعنی 17 سالگی حتما دیپلمم نگرفته. از دانشگاه شریف همان موقع که آشپزی میکرده درجه مهندسی میگیرد و بعد از مدیریت چندین شرکت بزرگ میشود رئیس خاتم الانبیا و بعد وزیر نفت احمدی نژاد که در ابتدای کار روحانی برکنار میشود به علت سوء استفاده مالی و در برزیل در حساب مشترکشان با قاضی مرتضوی کهریزکی و وزیر ارشاد اسلامی احمدی نژاد 11 میلیون دلار فقط در حساب مشترکشان دیده میشه. امروز هر سپاهی و حتی مردم کوچه و بازار هم در ایران این را میدانند که 20 میلیارد دلار سهام پتروبراز، بزرگترین شرکت نفتی برزیل، متعلق به همین آشپزباشی پشت جبهه‌های جنگ 8 سال است. همه می دانند احمدی نژاد و شرکا هم بین 20 تا 30 میلیارد دلار در ونزوئلا دارند. البته اینها جزئی از آن 700 میلیارد دلار هستند که آقای روحانی چند سال پیش گفت که در دولت‌های قبلی معلوم نیست کجا رفته. حالا چه کار باید بکنیم؟ اینجا چه گوش بدید؟ بنده نمیخوام با اون ابراز عقیده همیشگی خودم این ذکر مصیبت رو به پایان بیاورم.
ولی ناچارم گفته امام جمعه تهران آن آیت الله گردن کلفت عضو اصلی مجلس خبرگان آیت الله خاتمی را اینجا تکرار کنم که ویدیوی آن را در ابتدای چندین ویدیو خودم در یوتیوب گذاشتم که گفت فرقی نمی کند که کی رئیس جمهور بشه، هر کی بیاد مجلس، هر کی بیاد دولت، هر کی بیاد در نهادها، این مملکت بر اساس یک چارچوبه اداره میشه و آن چارچوبه قانون اساسیه. با سپاس، تمام. این سخنرانی 10 دقیقه ما 9 ثانیه در پالتاک پان ایرانیست بود که به صورت یه ویدیو 2 ساعته برای همه فرستاده بشه. من جمله شما، حالا بفرمایید سوالتون رو بپرسید. خیلی ممنون. شما گفتید که ما میخواییم به اصطلاح روشنگری کنیم. روشنگری مثلا توی آمریکا ماجراییه که مردم خبر ندارن، یک سازمانی، یک ژورنالیستی اون رو باز میکنه، سر و صدا ایجاد میکنه. هدفش از اون باز کردن و سر و صدا اینه که نتیجه‌ای بگیره و دیگران بفهمن که اگه دزدی کردی مثل این رسوا میشه. حالا شما چیزایی که گفتی به نظر من تمام چیزایی که ماها میدونیم، یا حداقل من میدونم که از صبح تا شب دارم با این خبرها به اصطلاح دست و پنجه نرم میکنم، و اینکه آقای قاسمی آمده، حالا باز این حداقل 17 سالش بوده و رفته آشپزی کرده، حداقل یک گرمای اجاقی خورده و کار کرده و یه مقامی گرفته، و الا اونایی که آقازاده هستن اینور اونور اینا همه رو هم میدونی. آخرش هم شما چقدر قشنگ گفتید، گفتید ما اینا رو گفتیم که ببینیم حالا چه باید کرد. من میخوام به شما بگم 70 نفر که شما فکر کنم یکی از جووناش باشید، معمولا از شما مسنترن، از من مسنترن، نشستید در پلتاک اینا رو گفتید، اون قسمت چه باید کرد. والا حالا اگه اینا هستن، اونی که احتمالا اون هم آقای تیمور لنگ دیوانه بود، برای شما نوشته بود این حلبی، فکر میکنه اگه به فامیل من بگه سوربی، بگه حلبی، مثلا من چیزی ازم کم شده. من هیچ اشکال ندارم اونی که معتاد و الکلیه اون فکر به حال خودش بکنه، که حالا هم که رفته اونجا مجبور فامیلش رو به جای بهبهانی بگه من شهشهانی بودم، مامور آمار اشتباه، مامور احوال، ثبت احوال اشتباهی نوشته بهبهانی. چه باید کرد آقای چمنارا؟ این دوستان گفتن ما حالا که فهمیدیم قاسمی اینجوری شده، یکیشون گفت آقا من عمرمو کردم، بچه هم بزرگ شده، نوه هم بزرگ شده، من میخوام برم پدر سوخته قاسمی رو از بین ببرم. یا گفتن که خب دوستان خسته نباشید، هفته آینده دوباره در پلتاک با چاییاتون بیان. چه باید کرد؟ اینو برای دوستان بگید. چه باید کرده؟ خب خودت بارا گفتم کتاب 2020 من که جناب عالی به اصطلاح که از مبلغینش بودین هست اونجا. ما برمیگردیم دوباره برای چه باید کرد. اینجاست تغییر قانون اساسی، یعنی همون حرفی که آقای خاتمی هم گفت، گفت آقا فرقی نمیکنه، این قانون اساسی ماست. یعنی هر چه دزدی اینجا میشه، هر چه برنامگی میشه، هر چه اسمش رو میخواهید بذارید، هر کاری که اینا میکنن طبق قانون اساسی جمهوری اسلامیه. منظورتون از آقای خاتمی رئیس جمهور نیست، اون خاتمی هست که نه این خاتمی با اون خاتمی اینی که امام جمعه است. نه اون گردن کلفت، من گفتم این امام جمعه تهرانه. بله، ضمناً آقای خاتمی هم مثل که به حصر خانگی پیوسته و ایشون بله ایشون هم همینطوری میفرمایید هست. چه باید کرد؟ البته من اینجا نیومدم از طرف حزب پانیرانی صحبت کنم، من اومدم از طرف خودم صحبت کنم. منم یک پانیرانیست هستم، یک عضو، چون به اعتقاد من یکی از اولین سخنرانی‌های من توی همین پالتاک پانیرانیست همین بود که همه ما پانیرانیست هستیم، حتی شما آقای سرمی شما پانیرانیست هستید. اونجا خب اینها اون اسم از 70 سال پیش روی خودشان گذاشتن، چه بسا من ببینه توی یک برنامه، یک سخنرانی 20 دقیقه‌ای صحبت کردم. حتی من گفتم این پان ترک ها، منای اون پان استانبولی ها، پان ترک ها پان ایرانیست هستن، پان قومی ها، پان اصفهانی ها، پان هر کسی اسم پان، یعنی پان یعنی دوستدار، همه ما دوستدار ایران هستیم. و دا بحث سر اینه که
هنوزم که هنوز بعد از این 10-12 سالی که من در مورد قانون اساسی صحبت میکنم هنوز عده هستن مخالف این عقیده من هستن و من با همشون هم دوست هستم، میرم اونجا بد و بیرام حتی میشنوم، مسئله نیست. من گفتم هدف من تغییر قانون اساسیه و من اینجام زیر این چارت نوشتم آقای سربی، برای شما من چارتتون رو نشون دادم بلد. که با اشاعه هدف قانونه با جدایی دین از حکومت و ارکان چهارگانه هویت ایرانی باید اول زنده بشه، یعنی در ایران ما باید ارکان چهارگانه یک فصل فرمان زردشت و اعلامیه کوروش و شاهنامه فردوسی و قرآن راستین هست، اینا رو اول در ایران باید در این دو سالی که در سال 2020 اون جنبش شروع خواهد شد اول جامعه رو باید آماده بکنیم، که این عقیده منه. هر جایی هم که برم صحبت بکنم، اما در بعضی جاها که میرم همون اول سر تا حرف از قانون اساسی میزنم بیرونم میکنن. یک جاهایی که میفهمن که آقا من یه پان ایرانیست هستم، بنابراین با وجودی که یه عده زیادی هم با من مخالف هستن، میگن آقا دوباره بیا در مورد این مسئله صحبت کن، ما میریم اونجا صحبت میکنیم. ما الان در چندین گروه هستیم که در هر جایی تا هر جایی که میرم از قانون اساسی حرف میزنم، که حتی همین خانم نورشید که مصاحبه آخرم باشن برای شما فرستادم، گفت آقای چمنارا من واقعا از شما عصبانی هستم، من از شما در مورد کره شمالی صحبت میکنم، شما مسئله رو برمیگردانید به قانون اساسی. گفتم بله، هر چیزی که مربوط به ایران میشه مربوط به قانون اساسیه. بخاطر خود آیت الله خاتمی گفته این مملکت بر اساس یک چارچوبه داره میشه و اون چارچوبش قانون اساسی شه. بعد حتی با ایشان من یه پیشنهادی کردم، گفتم خانم نورشید یک کاری میکنیم، شما هر کاری که اینا میکنن من میشم وکیل مدافع اینا، منتها وکیل مدافع کسیه که فقط نگاه قانون میکنه و بر اساس قانون از متهم دفاع میکنه، کاری نداره که کارش خوبه یا بده. شما حرف دزدیشان، اسید پاشیشان، نمیدونم اعدامشان، هر چی میزنید، من این قانون اساسی جمهوری اسلامی اینه میذارم جلوم و بر اساس این قانون اساسی از متهم دفاع میکنم، کاری هم نداره. و اگه شما حال که البته این حالا مانده این از اینه. آقای چمنارا، شما تو صحبتاتون گفتید که اون یکی از وزیران یه دکتری بوده گفته که سد بسازین و خراب کنین و اینها. من فیسبوک شما رو دارم نشون میدم، اینا رو فیسبوکتون هم هست یا چون بله بله آقای الان بالای فیسبوک هم که دیروز این خبرش آمد، آقای کلانتری این وزیر کشاورزی زمان آقای رفسنجانی خاتمی بود. بله بله، اینجا نوشته که کلانتری گفته که آب در ایران از مرحله بحران گذشته و خاک کشور در شرایط بحرانی است. دوستان وبسایت آقای سهراب چمنارا رو نشون دادم، بخونید اینا رو. یکی دو تا ویدیو آقای چمنارا مایل هستن که نشون بدن، متاسفانه یوتیوب اذیت میکنه وقتی که ما ویدیویی رو میذاریم. همین امروز یه دوستی از کانادا گفت مثلا توی یه قسمتی از کانادا ممنوع میکنن، یه قسمتی از اروپا ویدیو رو ممنوع میکنن و به همین خاطر ما فقط رجوعتون میدیم که برید کجا، رفرنسش اونجا هست روی روی فیسبوک آقای سهراب چمنارا. ضمناً این عکسی هم که بهتون نشون دادم درباره قانون اساسی، بالاش یه وبسایتی رو زیرش خط کشیدم به نام قانون.org، خیلی ساده است، GHANOON.org. اینم وبسایتی که آقای چمنارا نوشته های خودش و دوستانشون رو اونجا میذارن. حتما درباره این صحبت هایی که ایشون کردن، خیلی قشنگ امروز یه چیزی رو گفتن که خانم یا آقا شما بیا بگو کار اینا غیرقانونیه، من میگم کار اینا قانونیه بر اساس قانونی که خودشون گذاشتن. این خیلی عالی بود. همین چند روز پیش توی آمریکا یک کسی که غیرقانونی اینجا زندگی میکرده یه خانم جوونی رو کشته، ولی هیئت جوری و دادگاه گفتن ما چون باید بر اساس قانون رأی بدیم، قانون میگه ما باید اینو تبرئه کنیم. دوستان یه مقداری از عصبانیت، از احساسی بودنتون، خود منم باید روش کار کنم، کم کنید، به منطقی بودن، به قانونی بودن فکر کنید.
اگر قانون بده باید قانون رو عوض کنیم، نه که بگیم خب این قانونه که اجرا کرده فعلا یکی رو بکشیم، دومی هم بترسه، سومی هم بترسه، الی آخر. در اصل من ممنونم از آقای چمنارا که با همه مخالفتایی که من با ایشون دارم، با همه دردسرایی که بهشون میدم، ایشون عین یک برادر بزرگتر، والا فکر کنم اگه برادرم بود تاله از من قهر کرده بود، ولی با صبر و حوصله به من جواب میدن. من به نوبه خودم از شما ممنونم. و ضمناً آقای صدرالاشرافی هم نوشته بود در رابطه با همین آقای کیانزاد و دوستان دیگه، و ایشون هم از شما یه مقداری به اصطلاح شکایت کرده بود. امیدوارم شما هم در رابطه با رفتارتون با آقای صدرالاشرافی یه مقداری این ایامی که الان کریسمس داره نزدیک میشه و اینها با دوستی و با مهر، ولی میتونید به عنوان دوتا مخالف، و من اینجا حاضرم گواهی بدم که آقای صدرالاشرافی نه تجزیه طلب هست نه به اصطلاح پانتورک هست، و ایشون آقای اجازه توصیه بدم، حتی نمیخوام در مورد آقای صدرالاشرافی نه بگیر ایراد نداره، بعد از اینکه ایشان بندر جاهل خطاب کردن، من همیشه اگر یادتان باشه در تلویزیون میهن ایشان ابرمرد خطاب میکردم، و منتها ایشان شروع کرد در ویدیوهایی که از دو سال پیش شروع کرده فوش دادن به رضا شاه و کوروش، و اون عکس فرستاد برای شما، عکس سر بریده و نمیدونم که زرتشت زمان سعدی درست شده، کوروش خونخوار بوده، از پیشوری ویدیوش هست، ویدیوش برای شما فرستادم، شاهنامه فردوسی مزخرف، همش ضد مردم آذربایجانه، و بعد نقد علمی ادیان و این چیزها. من اولش با ایشان خیلی یادمه، بله. حالا من میگم شما بالاخره با هم دوست باشید بهتر از اینی که اجازه بدید آخرین بار از ایشان خواهش کردم، ایشان چون وقت نداره، چون برای شما نوشته که من گرفتار مشکلات عادی زندگی هستم، گفتم آقا از ایشان چند تا سوال بکنید، و ایشان آریانه جواب اینه بده، ایشان گفته زرتشت همانطوری که گفته اید آیا زمان سعدی درست شده، سوالی آره یا نه، آیا کوروش داریوش و شاهان هخامنشی همانطوری که گفته اید خونخوار بودن، آره یا نه، آیا اشعار شاهنامه فردوسی همانطوری که گفته اید ضد ترک و مردم آذربایجان است، و دو تا سه تا شعر ادا کنید به من بدید، آیا می توانید چند شعر در شاهنامه در تایید این ادعای خودتان ذکر کنید، آیا هنوز معتقد هستید که برنامه‌های دینی شما در تلویزیون میهن اسمش نقد علمی دین است؟ اینها حالا سوال زیاد هست. بله. آیا به نظر شما همونطوری که در مورد خیام فیلسوفه، من با ایشان دعوایی ندارم، حالا ایشون قول داده که چون مسئله مسافرت و اینها بوده وقتی که یه مقداری خواستن، ایشان دو ساله داره ویدیو تهیه میکنه در تلویزیون میهن، اتفاقا پری روز یکی از دوستای خیلی خیلی بزرگوار من از پاریس به من چه که آقا تو بس کن اینقدر ایدم، حالا اون معتقده که من صدرالاشرافی مشهورش کردم، گفتم آقا من اصلا خودم کسی نیستم که کسی، من ایشان میره تو بی بی سی سخنرانی میکنه، نمیدونم میرن شورای چیز، اول در ترکیه درست کردن الاحوازی و البلوچی و الازربایجانی میبرن اونجا، حالا هم رفتن در کلن آلمان دو ماهیه ما پیش جلسه تشکیل دادن. آقا اینها رو ببینید، شما که خبرنگار هستین و مردم برید تحقیق بکنید که این شورای دموکراسی خواهی که ایشان تشکیل داده مرام نامش چیه، همونطوری که شما هر بند مرام نامه بید میبینید که آقا ایشان میرن اونجا صحبت میکنن، به فردوسی بعد میگن، به کوروش بعد میگن، به رضاشاه بعد میگن، به زرتشت بعد میگن، دین اسلام اینطوری میکنن، قرآن اینطوری میکنن، بعدش ما گفتیم آقا ما از کوچیک شما هم هستیم، فقط این چهار تا سوال ما رو جواب بدید. منتظر پاسخ آقای ضیاء صدرالاشرافی خواهیم بود. از شما ممنونم که با ما بودید. این ویدیو تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب میره، ولی روی فیسبوک از همون زمانی که شما اومدید هست و باقی خواهد موند، مادامی که فیسبوک اجازه بده، چون اینا هم قانوناشون هر روز عوض میشه. در صد ممنون که با ما بودید. دوستان عزیز حتما نظرتون در درباره این ویدیو، چه با پیام تلفنی، چه با تکست، چه با ایمیل، چه با فیسبوک بنویسید. از آقای چمنارام خواهش میکنم لینک جان، شما نیم ساعت الان صحبت میکنیم، بله بله،
وقت ما تمام شده. اگه میخواین صحبت کنید نه میتونیم میتونیم بریم. من امروز برای شما بله. چون آقایی که یک سوالی در اسکایپ کرده بودن که گفته بودن شما در مورد قرآن یه سوالی کرده بودن که این سوال من فقط میخواستم جواب ایشان داده باشم در مورد قرآن. بفهم. ببینید قرآن من کار محقق قرآن و اینها نیست. من کاری کردم این قرآن بر اساس تاریخ نزولشان که این هم دوباره کار مشکلی نیست. این تاریخ نزول آیات در هر جایی که بخواید تحقیق بکنید هست. اینها همه هستن. من این آیات را مرتب کردم و وقتی که مرتب کردم خواندمش یه کشفی برای خودم کردم که این قرآن شد بیوگرافی حضرت محمد. یعنی از زمانی که قرآن به ایشان نازل شده تا زمان رحلتشان تمام وقایع زندگیش در این 23 سال شما در قرآن کرونیکال یا قرآن راستین به فارسی و کرونیکال به انگلیسی میتوانید پیدا بکنید. اینو چاپ کردم و برای دانشگاه الازهر فرستادم، برای آیت الله سیستانی فرستادم، برای دانشگاه اسلامی اینجا فرستادم. هیچ کس مخالفتی نکرده. یعنی حتی آیت الله ها میگن که آقا کار غلطی ما نکردیم، اینها رو فقط مرتب کردیم. گفتم آقا اینه قرآن به فارسی بخونید تا بفهمید چی نوشته، نه اینکه یه احمقی بیاد یه آخوند احمقی بیاد بره رو منبر بگه آقا در قرآن 5000 آیه هست در مورد اماما، در حالی که همچی چیزی نیست. از این یه آیه هم در مورد اماما نیست. حالا بگذاریم از این حرفا. بعدن ایشان میگن آقا شما سند دارین این قرآنی که میگه؟ آقا سند چی؟ قرآن همین قرآنی است که الان 1400 سال داره خوانده میشه ما مرتبش کردیم. یک، بنده که نرفتم اون قرآن تازه کشف شده 2 سال پیش که در دانشگاه بیرمنگام کاربون دیتینگ کردن اون نگاه بکنم که هیچ چیزم نتوانست اینه بخونه، چون به خط کوفی نوشته بود و من وقتی خط کوفی قرآنهای اصیل به خط کوفی یعنی با حروف صدادار نداره، بنابراین غیر عرب نمیتونه. حتی خود عربا اگر این قرآن بهشان دستشون بدین نمیتونه این قرآن رو بخونن، به خاطر که ما ایرانی ها وقتی که مسلمان شدیم برای اینها دستور زبان درست کردیم برای عرب ها و حروفی اضافه کردیم به قرآن که این قرآن الان قابل خواندن هست، به علت کوششی بوده که ما ایرانی ها کردیم و درسی بوده که به عربا دادیم. به هر حال این جواب این دوستمان هست. در ضمن من برای شما گفتم یک خانمی بود، خانم معمولی اصلا فلبداهه، یک مخبری در خیابان رد میشه و داره با تلفنش ویدیو تهیه کرده داره مصاحبه میکنه با این خانم. خانم اصلا گفت آقا همه دزدی ها رو ما میدونیم، همشون دزدن، ما همه خبر داریم. این ویدیو البته لازم نیست الان پخشش بکنی چون این توی فیسبوک من از شما میتونید، این خانم 3 دقیقه است، این نگاه بکنن دوستان ما میبینن که آقا مردم در کوچه و بازار در داخل ایران اطلاعاتشان خیلی بیشتر از من و آقای سربیه که حتی محقق هم ایشان هستن و خبر جمع میکنن و خیلی از این تلویزیون‌های دو سایلنس بعد از اینکه اخبار از ایران دستشون میاد یه ما بعدش تفسیر و تحلیل می‌کنن در مورد اینا، همه خبر دارن. یه ویدیو دیگه من برای شما فرستادم، کلیپ‌های مختلفی از توی این جمع کرده بودم. یکی در مورد اون فلسفه بود که یکی از دوستان که حالا می‌خواید در مورد این آیتمایی که تو اون کلیپ هست که دوستان می‌توانن نگاه بکنن صحبت کنیم. وقت داریم بگم 20 دقیقه من باید در خدمت شما باشم. بله من اون ویدیو رو هم می‌ذارم کنار تصویرتون که دوستان ببینن، امیدواریم که یوتیوب اذیتمون نکنه. بفرمایید. نه. یکی در مورد آقای یکی استادای دانشگاه در یک جماعتی صحبت میکنه که وقتی حرف از کوروش میزنه همه دست میزنن، فقط آخوندهایی که جلو نشستن حرف نمیزنن و ایشون میگه آقا ما به شما ثابت میکنم که فلسفه از ایران و افلاطون تحت تاثیر فلسفه افلاطون بوده. هیچ کس در این مورد صحبت نکرده که من اینجا میخوام در همین یک دقیقه همین موضوع فلسفه رسید بودم که فلسفه از ایران رفته بود یونان. حالا دلیلش چیه؟ دلیل ساده، به زبان ساده منی که نه فلسفه بلدم نه منطق بلدم نه درسش خواندم، خودتون بهتر میدونه من یه کارگر مهندس هستم، اطلاعاتم فهمیده، خب یه نگاهی کردم.
از خودم یه سوال کردم که دین اول به وجود آمده یا فلسفه؟ و همه میگن که آقا اول دین به وجود آمده، چون اصلا فیلسوفی وجود نداشته زمانی که 3500 سال اصلا یهودیت درست شده، 4000 سال 10000 سال که زرتشت بوده. بنابراین دین اول بوده بعد فلسفه. خب سوال بعدی اینه که شما به من بفرمایید اولین کسی که فیلسوف بوده کی بوده؟ فیثاغورس. بله ما فهمو فیثاغورس اولین کسی که اسم اصلا لغت فیلسوف، اولین کسی که فیلسوفان فیثاغورس 100 سال قبل از سقراط بوده. یعنی حالا فیثاغورس وقتی که شما داستان زندگیش در ویکیپدیا که لااقل در این مورد درست نگاه بکنیم میبینید که یه جوان 22 ساله بود، اول میره مصر و بعد میاد به بابل و بعد در بابل داریوش میبینه جوان فهمیده و مهندس خوبی هست، اینه ور میداره میبره تخت جمشید و این تمام کارهایش از این آخ بخاطر که ما بیچاره ایرانی ها هیچ کس نیست که از ما دفاع بکنه. امروزه همه میگن آقا مثلا فیثاغورس اینه، در حالی که آمده توی بزرگترین شاهکار مهندسی دنیا این تخت جمشیده. یعنی الان تحقیق کردن در موردش، میبینن که آقا این کارهایی که اینا کردن اصلا، حالا وقتی که شما در مورد اهرام مصر اینه همه طوری که اصلا این عملی نیست، اهرام مصر متعلق به 10-12 هزار سال پیش، اصلا ربطی به این فرعون و اینا نداره. اینا این چی داره درست کردن برای تولید الکتریک اون چیزای فضایی که آمدن زمین، اینها رو درست کردن و بعد اینا فرعون وقتی که آمده 3500 رفتن خودشون اینجا قبر کردن. حالا میگه اینه فرعون درست کردن، نه اینطوری نیست. فیثاغورس بعد از کارآموزیش در ایران ببینید و در اون موقع دین آیین زرتشت در ایران بوده، بنابراین این تحت تأثیر فلسفه آیین زرتشت بود. حالا من چرا میگم آیین زرتشت فلسفیه؟ به خاطری که همه فیلسوف های همین 300 سال گذشته 400 سال گذشته در اروپا معتقدن که زرتشت تنها دین فلسفی تاریخه، متوجه هستید؟ بله. بنابراین فیثاغورس اونچه که یاد گرفته و رفته یونان بعدن تحت تأثیر آموزه های زرتشت و فلسفه ایرانی بوده و اولین کسی است که خودش فیلسوف نامیده. حالا فیلسوف هم از دو لغت فلاس، فیلو یعنی دوستدار، سفی یعنی علم. این نمیخواسته، خیلی آدم وارسته‌ای بوده، نمیخواسته با خودش بگه من دانشمند هستم، گفته من دوستدار علم هستم و این لغت فیلسوف از اینجا آمده. خب این سقراط اولین فیلسوف یونان بوده، بعد از فیثاغورس اولین فیلسوف یونان بوده. 100 سال بعدش سقراط میاد و سقراط دانش آموزش افلاطونه و دانش آموز افلاطون ارسطوئه. یعنی این فیلسوف هایی است که شما در یونان میبینید که ارسطو معلم اسکندر هم بوده. خب شما ایشان داده گفت من ثابت میکنم که افلاطون تحت تأثیر فلسفه ایران بوده. بله به این دلیل بوده، منتها خب ویدیوشو من دیگه ندیدم، ولی این استنباط شخصی خودم در مورد فلسفه است و شروع فلسفه از داخل ایران بر اساس تعالیم آموزه های زرتشت بوده. بعدش در مورد مقام کوروش یه صحبتی میشه بین چند تا از دانشمند مثل آقای فرهنگ و اینها که صحبت میکنن اون شنیدنیست که در تورات تنها شاهان زندهی که یعنی واقعی نه اسطوره‌ای که در تورات ذکر شده همه شاهان ایرانی هستن، از کوروش و نمیدونم داریوش و اردشیر و اینها خشایارشا، اینها همه شاهان یهودی هستن که همه در تورات اسمشان آمده. بعد شما در اون ویدیویی که نگاه بکنید سخنان یک دانشجو میبینید که در تلویزیون ایران پخش میشه. شما ببینید اینها حرفا رو میزنن، هر حرفی که ما اینجا میزنیم از ما خیلی
بدترش تو ایران من تمام این چیزه که تهیه میکنم مثلا نگاه این تلویزیون های به اصطلاح لس آنجلس و واشنگتن و این طرف دارن نمیشه، من میرم تلگرام های ایران چه بسا 3-4 سال پیش با یکی از دوستای خودم از این دوستای دوم و خوردادی اول بهش گفتم دوست عزیز من میتونم این ویدیو خودم تو تلگرام شما بذارم برات بد نیست؟ آقا چمن را خدا پدرت بیام مرسه، حرفی که تو میزنید ما خیلی مؤدبانه است تو ایران، ما تو تلگرام همه این حرفا را میزنیم. اینه که اونم گذاشتم. بعد جالبه شما برید یک سپاهی، یعنی کسی که تو جبهه جنگ بوده، صاحب یه چیز بوده، سپاهی های دیگه میان کتکش میزنن، گردنش پیش کردن، این تو بیمارستان داره یه پیامی میفرسته برای حسن نصرالله که آقا نوش جانت هرچی خوردی بخور و خانمم برای تو، این حرف از اون. بعد دوباره توی اون این کلیپ ها رو من همه رو سرهم کردم، در مورد زلزله تهران داره صحبت میکنه، یعنی حرفی که من 2 سال پیش و های سربی حتی با شما زدم که الان نگرانی ما اینه که زلزله تهران وقتی که اگر 7 ریشتری بیاد فقط در شهر تهران 2 میلیون نفر میمیرن، نه اینکه برن زیر آوار، بلکه پاشان میشکنه، دستشان میشکنه، و اینها به خاطر که ساختمان ایران طوری ساخته شده اصلا راه اینی که کسی بتواره به اینا برسه کمک بکنه بسته میشه و اینها از گرسنگی و تشنگی میمیرن، یعنی 2 میلیون نفر اینطوری میمیرن، حالا 1 میلیون نفر هم خدای نکرده برن زیر آوار و اینا اونجا خود. و این مسئله زلزله تهران یه چیزیست که از سالهاست 20 ساله که دانشمندان ژاپنی آمدن صحبت، بعد شما میبینین استاد دانشگاهی داره صحبت میکنه، یه آیت الله میاد میگه با اگه ما صدقه بدیم این چیزا کم میشه از ما. و بعد از همه جالبتر شما سخنان معاون مجلس شورای اسلامی از اسمش الان یادم رفته، خبرگان آقای لاجوردی میگیم یا خبرگان، نه لاهیجانی، لاریجانی که رئیس معاونش که اتفاقا آدم بسیار بسیار فهمیده و خوبیه، یه 5 دقیقه صحبت میکنه و اینها شنیدنی. اون ویدیو اولش 17 دقیقه است که ما الان حدود 10 دقیقه دیگه وقت دارم با شما مزاحمتان باشم دیگه نمیتونیم اونه، ولی خواهش میکنم اینه بریم این کلیپ ها رو من سرهم کردم و به صورت یک ویدیو تو یوتیوب گذاشتم برای اینکه ببینیم بر روشنگری که نه چون آقای چمنارا هر دوی این ویدیو ها رو روی فیسبوک، هم فیسبوک خودم هم روی فیسبوک مردم تیوی زیر این ویدیوی شما گذاشتم، گفتگوی رایج در کوچه و بازار. آخرین کلیپ هم همون موضوع قانون اساسی است که آقای خاتمی که من همیشه در مورد قانون اساسی صحبت میکنم میگم آقا این کلیپ شما فقط گوش بدید 1 دقیقه است. آره ما اینجا پخش کردیم، برای ما گذاشتیم که اصلا ثابت میکنه که مردم هیچ کاره هستن، یعنی میگه که مردم هیچ کاره هستن، ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم. بله ببینید شما درباره زلزله صحبت میکنید، اخیرا توی تلویزیون ایران هم مخصوصا در رابطه با زلزله هم کرمان هم کرمانشاه صحبتهایی شده، ولی مثلا اون کسی که به عنوان پدر زلزله میاد میگه که تهران جای خطرناکی هست و با این نوع ساختمونا همون به قول شما راه فراری هم نیست و اینا، ولی وقتی ازش میپرسن شما خودت کجا زندگی میکنی میگه تهران. یعنی آخه ببینید اگر کسی اینقدر مطمئنه، من یادمه یکی از دوستانمون اتفاقا ایشون بهایی بود به من میگه که سوربی بلند شو از این واشنگتن بیا به طرف تگزاس، چون اگه بخوان جایی رو بزنن واشنگتن رو میزنن. خب خودش رفته تگزاس، میدونید یعنی مردم اینا رو باور نمیکنن، چون میگه آقا اگر تهران به اصطلاح ببخشید حتی جوک میسازن میگن طرف احیانا میخواد تهران خرید کنه خونه و این چیزا، اینو گفته که قیمت ارزون بشه، ضمناً دلار هم رفته بالای 4000 و اینها. در هر صورت دوستان ویدیوها رو من گذاشتم روی ویدیوی امروز آقای سهراب چمنان. این زلزله تهران یک موضوعی است که حدوداً 25 سال پیش بود، 30 سال پیش بیشتر ممکنه، از یه دانشمند من چون
توی همین کارهای آبهای زیرزمینی و اون کار مهندسی با خیلی از استادهای دانشگاه‌های زمینشناسی در ایران رفیق هستم و دوستم، باشن مکاتبه داشتم، می نشستم پای صحبتاشن. اینها همه در مورد این گسلی که اتفاقا در شمال تهران هم این گسل هست، یعنی اون از فرمانیه و از نیاوران بگیره همینطوری بیاد تا میرسه به گیشا و اونجا این گسل اینطوریه. نکنه شما هم بخواین آقای چمرار، نکنه شما هم بخواین شمال تهران خونه بخرید؟ نه حالا من نگاه کنید، من اتفاقا مشکلی که در تهران دارم هواشه. بله بله، من هر موقع میرفتم ایران که تا 7 سال پیشم میرفتم چون اونجا کار داشتم و اینا، و دیگه نمیتونم، بعد در تهران نمیتوانم یک هفته بمانم و روز هفتم سینه درد و گلو درد میگیرم و باید برم بیرون. به همین دلیلم است آخرین باری هم که میرفتم تهران با همین چیزها که شرکتشان در خیابان کاخ بود اونجا که خیلی هوا بد بود، شرکت پارسکانی که اینا همه زمینشناس بودن و اینا، میگفتم آقا این راه ولنجک ایستگاه اولش، نه ایستگاه دومش، اونجا یک چشمه هست و یه رستوران کباب، جلساتمون رو بیاریم اونجا. که ما اصلا شده بودیم جوک اینا که آقا چمنا رو از آمریکا آمده اینجا نمیاد تو شرکت ما. گفتم آقا باور کنید من نمیتونم در خیابان کاخ نفس بکشم، اینه که به علت یک سینه ضعیفی دارم نمیتونم سر. من مشکلم هوای تهرانه که نمیتونم برم. حالا هوای تهران چه شماله چه جنوبش همش یکسانه و الان شهر 13 میلیونی. آقای سربی، ما با هم خیلی حرفا داریم اگر یادتان باشه، من در آبهای زیرزمینی همیشه به شما خواهش کردم آقا پشت سرتان اون اکثر بذارید که اول این بودیم حالا این شدیم و بعدا این خواهیم شد، منتها شما هی عکسای چت میذارین یه درم میبرین توی این که این آفیس شماست که میگن نگاه کن این با این آفیس چندین میلیون دلاریش حتما از جمهوری اسلامی یه چیزی بهش میرسه، یه همچین آفیسی به این مرتبی داره، در حالی که من و خودتان میدونیم که اوضاع چه قراره. ممنونم از شما. خب دوستان عزیز، با آقای سهراب چمنارا هستیم. ویدیوهایی رو که ایشون تهیه کرده و گفتن روی همین ویدیو گذاشتیم، روی فیسبوک هست. این ویدیو رو جداگانه درست میکنم روی یوتیوب میذارم و تا هفته آینده هم هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. خب آقای چمنارا، شما اون فلسفه 2020 یا 2020 رو میگید که ما وقتی شروع بشه خودش به اصطلاح راه حلش هم همراهش میاد، ولی باز هنوز همون سواله، چون من یادمه من بودم تو انقلاب، من توی حکومت نظامی بودم، من شبنامه های اینا رو دیدم، بعد اون ماجرای دولت موقت رو چجوری اینا ارگانایز اومدن، اصلا کاملا همین دوست نادانی که ما داریم یه دفعه گفت که خمینی رو تا شب انقلاب کسی نمیشناخت. گفتم برای که شما دوا میکشیدی تو سوئد با دخترها بودی نبودی، منی که ایران بودم نوارای خمینی وقتی من کلاس شیشم بودم، یعنی 1968 کلاس 11 بودم نواراش میدید. بله بله، اولی نوارش یادمه، یه نواری کرده بود شاهنشاه آریامهر، گفته بود کاری نکن که من چکمای پدرمه بپوشم، و آقای خمینی گفته بود چکما به پای تو گشاده. این فرمایش شما کاملا درسته، یعنی آقای خمینی سالهای سال، البته داستانش طولانیه بخاطر اینکه بعضیا میان میگن که اینها آمدند و موج سواری کردند و انقلاب رو دزدیدن. من میگم انقلاب رو از کی دزدیدن؟ شما به من بگید مثلا پان ایرانیز اون موقع راهپیمایی میذاشت، به اصطلاح جبهه ملی راهپیمایی میذاشت، حزب کارگران چپ راهپیمایی میذاشت، کی بود که اینها اومدن از اونها دزدیدن؟ به خاطر همین که حقیقت رو ما قبول نمی کنیم، وقتی که شما ماشینت خراب باشه هی همسرتون فامیلتون بهتون بگن این ماشین خرابه، هی شما بگید نه ماشین خراب نیست، این بنزینی که اینجا زدم بد بود، حالا من میرم جاده بنزین که تموم شد یه بنزین خوب میزنم، چون شما گول خودت میزنی این ماشین شب شما رو میذاره کنار جاده. متاسفانه این جنبشای ما که الان ما رو گذاشتن کنار جاده دوستان، برای اینه که آدم بی سوادی میاد راجع به 50 سال پیش صحبت میکنه، وقتی ازش میپرسی 50 سال پیش کجا بودی میبینی یه آدم ناموفقی بوده رفته. آقای سهراب چمنارا یه آدم موفقیه،
اینقدر والامنشه که میگه من یه کارگرم، ولی کسیه که نیروگاهایی که درست کرده، نیروگاهایی که دیزاین کرده دارن کار میکنن، اینجا هست، هندوستان هست، کار میکنه. ولی اونا به هر کدومش میگه شما چی هستی، میگه من آنم که رستم بود پهلوان، هیچ چیزی ندارن، فقط یه چیزایی رو میگن که مردم خوششون بیاد. دوستان، آخوندا موج سواری نکردن. آخوندا این موج رو از سال 1341، حتی قبل از 42، انقلاب سفید که شروع شد درست کردن، روی این موج سوار شدن، سرفینگ یاد گرفتن و با برنامه یک قدم یک قدم یک قدم آمدن جلو. حالا هیچ کدام از این دوستان برنامه ندارن. اگر کسی برنامه‌ای داره بیاد بگه. من بارها گفتم با صد رحمت به آقای خدا پدر شما رو بیامرزه، بله آقای چمنارا که اقلا میگه برنامه من اینه و میگه برنامه منم تا 2020 امکان پذیر نیست چون شرایط حاضر نیست. اما درباره 2020 و شرایط حاضر بودن، دوستانی سه‌شنبه هفته گذشته دوشنبه به من زنگ زدن که فردا بیا میخوایم بریم سراغ آقای ترامپ و ازش بپرسیم که قولی که دادی به ای خب شما با این خندتون جواب من دادی، قولی که دادی درباره ایران چی عملی میکنی؟ اتفاقا با یه آقایی که مقام بالایی هم داره، سنی هم داره، هم در دوره شاه هم در دوره این شیخ، و برای من واقعا روز جمعه روز تعجب آوری بود که ایشون میگفت که به زودی ترامپ ایران رو آزاد میکنه و سازمان ملل میاد انتخابات آزاد میذاره. من ازش پرسیدم سازمان ملل کارش اگه تازه بگیم نظارت بر انتخابات هست، هر کشوری که اینا رفتن نظارت کردن بعد نتیجهش دیدیم که مکافاتی شده و قرار نیست سازمان ملل بیاد. میگو نه آقا میان. گفتم مثل کجا؟ گفت مثل سوریه. میگم سوریه سازمان ملل رفته این حکومت صدام رو چیزو بشار اسد رو براشون گذاشته. در هر صورت خیلی من متاسفم که بعضیا یه چیزایی رو به قول شما از تلویزیونای لس آنجلسی شنیدن بعد مثل توتی تکرار میکنن. شما امیدی دارید به این آقای ترامپ یا الان که تو دردسر افتاده خودش و خانوادهش رو به این مرداب و این گرداب به اصطلاح بدهکاری به بانک ها، بدهکاری به روسیه، چی فکر میکنید به عنوان دوباره این دلته؟ ما چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، ولی قبلا خدمت شما عرض کردم مسائل اقتصادیه و اصلا اینها تمام کارهایی میکنن برای تثبیت رژیم جمهوری اسلامیه و تمام این دعواها و صحبتها هم که میکنن دعواهای زرگریه و دعوام از این قراره که به اون میگن تو موشکت با هوا کن، که اون دو سال پیش بود آمدم گفتم به میگن فش بشه و بالا کن بریم ضد فش بشن و عربا بفروشیم و این ثابت هم شد که آقا رفت اونجا 300 میلیارد دلار اسلحه به این فرو ابوظبی و نمیدونم این هم دارن اسلحه میخرن، خب اصلا باید مصرف بشه، چطوری مصرف بشه؟ اینا همش مسائل اقتصادی، یعنی شما جنبه های اقتصادی باید این کار و هر کاری هم که آقای ترامپ میکنه فعلا برای فروش اسلحه هست. در کره شمالی هم همین داستان بود، اولش که این داستان هم چیه خود کره جنوبی میگفت که آقا بذار من برم با کره شمالی مذاکره بکنیم، گفت نه 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 ما میخواییم به اینا حمله بکنیم فلان بکنیم، تو اول بیا ضد موشک از ما بخر، که حدود 10 میلیارد دلار هم با اینا قرارداد بستن با ژاپن هم. ژاپن هم گفت ما خودمون اسلحه میتیم، گفت نه نه شما اسلحه تولید ما بهتون اسلحه میفروشیم، که ژاپن هم باید بره از آمریکا اسلحه. اینا وقتی که ستل داون بشه، حالا برمیگردیم به داستان ایران. شما در کتاب 2020 اولا شما اینه بدانید که شما با موضوع با یک مسئله شروع کردید که انقلاب ایران چطوری. بله خود آقای بازرگان گفت رهبر انقلاب شاهنشاه آریامهر بوده و من در ویدیوام گفتم که این پدر و پسر هر دو از خدمتگزاران و ایران دوستان تاریخی این تاریخ ما بودن، منتها اشتباهی کردن قانون اساسی اجرا نکردن، که حالا اون داستان طولانی داره از داستان قوام سلطنه بگیرید تا آقای دکتر صدیقی و سه امضا و اینها، و خود شاهنشاه آریامهر هم تا آخرین سخنرانیش که گفت قانون اساسی منتهی که دیر شده بود. به هر حال قانون اساسی چشم اسفندیار این رژیمه
که این رژیم با تغییر قانون اساسی عوض میشه، نه حمله نظامی آمریکا و این دوستانمون که فکر میکنن آقای ترامپ میتونه کاری براشون بکنه. همه مثلا الان میگن که دیگه کارت به استخوان مردم رسیده، مردم دارن میخوان شورش بکنن. آقا این حرفا چیه؟ مردم هنوز به اون مرحله جوشش اصلی نرسیدن و من به اعتقاد من چون هنوز ارکان هویت ایرانی در ایران هنوز ما زنده نکردیم، اگر توانستیم به یک مرحله برسه، مثلا کتاب شاهنامه من الان 5 سال تمامه، تایید وزارت ارشاد هم گرفته ولی نمیتونه منتشر بشه. متوجه هستین؟ اینها ارکان هویت ما هستن، شاهنامه فردوسی و این کوروش کوروش بازیایی که میکنن بدون اینکه اصلا بفهمن تو لوحه کوروش چی نوشته شده. اینها البته رفتن و کوروش کوروش بازی کردن و مقبرش رفتن، ولی وقتی که شما ندانید تو این لوحه چی نوشته شده و اون تفسیر نکنید، واقعا امیدی نیست که این ارکان هویت. تا زمانی که نه قرآن شما به فارسی نخوانید و به صورت تاریخی ترتیب تاریخی نخوانید فایده ای نداره، چون تا اون موقع یه آخوندی مثل قرائتی میاد هی تفسیر میکنه، یه آخوند بی عمامه هم مثل دوست عزیز ما، دوست دانشمند ما آقای صدر اشرافی میاد 2 سال تمام قرآن تفسیر میکنه. ولی اگر شما رفتید و همین قرآن دانلود کردید و من به شما گفتم آقای سربی شما همین 50 صفحه اولش بخوان، 10 صفحه مقدمه که من نوشتم و 40 صفحه خلاصه قرآن، باور کنید آقای سربی شما یه آیت اللهی میشید که میتوانید با آقای نمیدونم آقاسی دوست صمیمی خودتون بشینید بحث قرآنی بکنید. منتها شما نمیخوانید دیگه، شما رفتید فقط رفتید چسبیدین به شاهنامه که الان یک استاد شاهنامه شدید برای خودتان در مورد شاهنامه اطلاعات هم، ولی قرآن هم باید بخوانید، قرآن فارسی، قرآن راسته. برحال به اعتقاد من باید محیط فرهنگی ایران آماده بشه و اون موقع است که ایران آماده یک جنبش تغییر قانون اساسی میشه و اون طبق کتابی که من نوشتم و اون چیزهایی که تجسم کردم در سال 2020 یعنی حدود 2.5-3 سال دیگه اتفاق خواهد افتاد. خیلی ممنون دوستان عزیز، من وبسایت ایشون رو گذاشتم. خوبی کار آقای چمنارا این بوده که تمام این کتابها رو به غیر از به صورت چاپی به صورت اینترنت هم روی اینترنت گذاشتن و بهتر این که مجانی هم گذاشتن، یعنی دیگه هیچ عذری موجه نیست. من به نوبه خودم از شما ممنونم آقای چمنارا، بازم اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه خداحافظی کنیم تا به اصطلاح جلسات دیگر. دوستان شما هم اگر مایل باشید میتونید در برنامه ها شرکت کنید یا مستقیما با خود آقای چمنارا تماس بگیرید یا با من تماس بگیرید تا با هم بتونیم گفت و شنودی داشته باشیم. بفرمایید آقای چمنارا. من از شما خیلی متشکرم. ما حرف زیاد داریم، اگر 10 ساعت دیگه هم اینجا بشینیم حرفمون تمام نمیشه چون الان 20 ساله داریم حرف میزنیم. بنابراین چون 1 ساعت ما تمام شده، من فقط تشکر میکنم و امیدوارم که یه نتیجه گیری از این صحبتمون دوستان بتوانند بکنند. خیلی متشکرم. ممنونم. آقای خوشنودی میگه که آقای چمنارا فکر نکن که به اصطلاح ایرانی ها بیشتر از شما و چیز صحبت میکنه، الان شما اگه بری ایران بهترین گروگان هستی. مواظب باش. واقعا تو ایرانم حالا یه چیزی به شما میگم، بله این حرفایی که میزنم جلو چند تا از این مذهبی ها زدم که بعد به هم میگفتن که آقا ول کن یا آقا چمنا را زد انقلاب خودمانیه. متوجه از این، چون ما مثلا خیلی ها حرف از حمله نظامی و سرنگونی رژیم میگه آقا خدا پدرتونه بیاره، این چه حرفیه که میزنه، این آخوندان بالاخره ایرانیه، ما نمیخوایم، ما فقط میگیم که آقا قانون اساسی عوض کنید، حتی نمیخوایم قانون اساسی هم عوض کنید، یه آیتمش عوض بکنید. اون اولش بگید جدایی دین از حکومت، همین یکی بکنید 90% مسائل ما تو ایران حل میشه. منتها همین تغییر قانون اساسی هم که یک تغییر خیلی آرامی خواهد بود و هیچ کسی هم با کسی دعوایی نداره، ما کسی نمیخوایم اعدام بکنیم، فقط میگیم آقا قانون اساسی عوض کنید همه چی درست میشه. بله ممنونم. یکی از دوستانی که توی کار
به اصطلاح آموز پرورش کالیفرنیا هستن، نوشتن آقای چمنارا محیط ایران فکر کنم یک قرن طول بکشه تا درست بشه. نسل باید عوض بشه. فقط همون که الان اینها حربشان خرافاته، متوجه هستی؟ و من علت این که قرآن راستینه دارم تبلیغ میکنم فقط به خاطر همینه که شما اگر قرآن راستین همون 40 صفحه اولش اگه خواندید متوجه میشید که آقا شما همونطوری که خودتون اولش یه چیز خوبی از پدر پرسید که بهترین دین چیه و رومی بهش اون جواب داد، این شاهکاره، متوجه هستید؟ در مملکت ایران همه، من برخلاف عده‌ای که فکر میکنن اینطوری نیست، شما کافیست فقط مردم قرآن به فارسی و با ترتیب تاریخی بخونید، تمام این چمکرانی ها و نمیدونم تمام اینها خل اصلاح میشه. میخواییم بحث تمام بکنیم و تا بحث میاره دیگه. ممنونم از شما آقای چمنارا، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم به امید دیدارتون در برنامه های آینده. خیلی متشکرم، خدا حافظ، خدا نگهدار، به امید دیدار. دوستان عزیز، با آقای سهراب چمنارا بودیم. ویدیوهایی رو که ایشون گفتن روی فیسبوک گذاشتم، روی یوتیوب هم سعی میکنم. خب دیگه اگه به فیسبوک و یوتیوب دست به اصطلاح میتونید چی میگن برسید، میتونید اونا رو هم ببینید و همه کار رو از ما نخواهید، خودتونم یه قدمی بردارید. بازم از ایشون ممنونم. و شما هم اگر صحبتی دارید، سوالی دارید، نظری دارید، مخصوصا مخالفین، خیلی ممنون میشیم اگر تماس بگیرید و نظراتتون رو بگید. روز و روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم با اون برنامه هایی که گفتمتون در تلویزیون مردم، به این صورت هست که یک بار که به صورت زنده پخش میشه این برنامه ها تکرار میشه تا برنامه جدید اون دوستی که اینجا برنامه داره باز بیاد. یعنی بهترین موقعیتی که شما هم برنامه های خودتون رو در تلویزیون مردم داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش.